با عرض سلام و درود خدمت تمامی همراهان گرامی، امروز با جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان در خدمت شما هستیم. این جلسه در تاریخ 27 آگوست 2022 در ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی و 5 شهریور 1401 خدمت شما ارائه میشه. سخنرانان ما در ابتدا سرکار خانم فریبا مرادی پور با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در مرداد ماه 1401 هستند. سخنران دوممون سرکار خانم مرثیه مهدیه با موضوع بررسی کنوانسیون رضایت با ازدواج حداقل سن برای ازدواج و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سخنران سوم سرکار خانم آیلر اسماعیلی هستند با موضوع علل خودکشی زنان و دختران ایرانی. و سخنران چهارممون سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع مبارزات زنان ایران. و سخنرانمون در آخر سرکار خانم فریده پرایی با موضوع کودک همسری هستند. در بحث آزاد موضوع زنان و حق شهروندی رو داریم. منشی جلسه سرکار خانم سپیده عشقی، مسئول ضبط صدا و تدوین جناب آقای پورمند و خانم اسماعیلی هستند و ادمین هامون سرکار خانم شاهسوانی و سرکار خانم محبوبی هستند. خانم مرادی پور اگر که آماده هستین لطفاً آمادگی خودتون رو اعلام بفرمایید. مایک برای شما آزاد هست. سلام بر همه همکاران عزیز، روزتون بخیر. از بین اخبار ماه گذشته من 4 تا خبر رو برای شما انتخاب کردم برای تحلیل اخبار نقض حقوق زنان که یه مقدار جنبه عمومی تر داشتن و تعداد زنان بیشتری رو در عرصه عمومی کشور پوشش میداد که الان خدمت شما عرض میکنم. خبر اول که به نظر من شاید یکی از مهمترین اخبار ماه گذشته باشه در مورد اعترافات اجباری 4 زن معترض به حجاب اجباری بودند که مطمئنا شما همگی شما جزئیات اخبارش رو میدونید که در یک هفته 4 زن رو مجبور کردند که در جلوی دوربین های صدا و سیما اعتراف اجباری بکنند بر علیه خودشون و خودشون رو فریب خورده نشون بدن و کسانی که در به قول معروف بگن که پشیمون هستن از کاری که کردن و به قول معروف عذرخواهی بکنن از طرف مقابلشون. خیلی کوتاه اشاره میکنم که 2 نفر زنانی بودن که فیلمشون قبلا پخش شده بود و یک آخوندی که مزاحم اونها شده بود به بهانه تذکر حجاب با هم دیگه درگیر شده بودن و به قول معروف فحاشی کرده بودن به هم دیگه و وقتی که فیلمش منتشر شد در فاصله کوتاهی این زنان شناسایی شدند و بازداشت شدند و بعدش این دو تا خانم رو بردن در تلویزیون و این 2 خانم بر علیه خودشون شهادت دادن که فریب خوردن، فریب مسیح علی‌نژاد رو خوردن و پشیمون هستن از کاری که کردن و طلب عفو مغفرت کردن. موضوع نفرات بعدی 2 خانمی بودن که مربوط به اتوبوس بی‌آرتی هستن که باز اون ماجرا شما مطمئنا شنیدید. 2 خانمی بودن که در اتوبوس بی‌آرتی با یک زن با یک خانم دختر محجبه‌ای که در واقع مزاحم این خانم‌ها شده بود به خاطر اینکه حجاب این خانم‌ها رو نپسندیده بود به نظرش بعد حجاب اومدن و بهشون تذکر داده بود و با هم دیگه درگیر شدن و خود اون خانم محجبه با نام رایحه ربیعی تهدید کرد، فیلمش هم منتشر شد که این خانم ها رو تهدید کرد که من فیلم شما رو به سپاه میدم که پدر شما رو در بیاره و دقیقا هم همین اتفاق افتاد. بعد از به فاصله کوتاهی کمتر از 24 ساعت 2 خانم بازداشت شدن که یکیشون نامش سپیده رشنو هست. این خانم ها بازداشت شدن، معلوم نیست که ارگان بازداشت کننده اونها کی بود و تا چه مدت در بازداشت بودن، چه مدل شکنجه هایی رو پشت سر گذاشتن، ولی هر 2 نفر وقتی در جلوی دوربین های صدا و سیما اعتراف کردند به خصوص در چهره خانم سپیده رشنو آثار شکنجه جسمی و روحی کاملا مشخص بود، اصلا چیزی نبود که بخوان قائمش بکنن، چه بسا اصلا قصد قائم کردن آثار شکنجه رو نداشتند. این 4 خانمی که مجبور به اعتراف اجباری شدند نه اولین کسانی بودند که اعتراف اجباری کردند در صدا و سیما و نه متاسفانه آخرین ها خواهند بود و به نظر میرسه که دیگه این اعترافات اجباری دیگه قصدش هم
قانع کردن طرفداران جمهوری اسلامی ایران نیست که بگه که مثلا اون طرفداران خودش رو قانع بکنه بگه که ببینید معترضین من، کسانی که به سیاست های من معترض هستند، فریب خورده هستند و میان طلب عفو و مغفرت میکنن. به نظر میرسه واقعا قصد دیگه زهر چشم گرفتن از زناست و زهر چشم گرفتن از عموم مردم هست که به مردم نشون بدن که اگر بخوایم واکنش نشون بدیم، اگر بخوایم شما رو اذیت بکنیم، برای کوچکترین موضوعات هم میتونیم شما رو شکنجه بدیم و شما رو مجبور بکنیم که در صدا و سیما بر علیه خودتون شهادت بدید. وقتی این فیلم ها منتشر شد، به گفته فعالان سیاسی که قبلا بازداشت شده بودند، گفتن که از فیلم ها به نظر میاد که محل بازداشت و این خانم ها و محل فیلم برداری خانه های امن پاسداران هستند. کسانی مثل آرش صادقی که خودشون این تجربه را از سر گذرونده بودند، گفتن به نظر میاد محل فیلم برداری و محل بازداشت اینها خانه های امن سپاه پاسداران هست که اماکن مخفی هستند که هیچ گونه نظارت و بازرسی هم ندارن، این افراد دسترسی به وکیل هم ندارن و گفتن که اصلا آثار شکنجه در چهرهشون هم کاملا مشخص بود. این شکنجه و بازداشت حال متهمین به قول معروف و بعد مجبور کردن اونها به اعتراف اجباری در جلوی دوربین های صدا و سیما، حتی ناقض قوانین عمدتا غیر انسانی خود جمهوری اسلامی ایران هم هست. یعنی اگر بخوام تیتوار اشاره بکنم، اصل 37 قانون اساسی که اصل بر براءت اشخاص هست رو نقض میکنه. اصل 39 قانون اساسی میگه که حق حرمت و حیثیت کسی که بازداشت شده و دستگیر شده و یا زندانی شده ممنوعه و حتی مجازات داره. و همینطور در مورد ماده 96 آیین دادرسی کیفری میگه که انتشار تصاویر و سایر مشخصات متهم در کلیه مراحل کار قانونی و کار حقوقیش توسط رسانه‌ها کاملا ممنوع است، در صورتی که جمهوری اسلامی ایران این کار رو به راحتی انجام میده و میگم برای خیلی های دیگه مجبورشون کرده بیاد در جلوی تلویزیون بر علیه خودشون شهادت بدن و کارهایی رو بپذیرن، بر عهده بگیرن که اصلا مرتکب نشدن. با عنوان فعال حقوق بشر ترجیح میدم به جای استناد به قوانین ایران که عمدتا غیر انسانی هم هستند، به اعلامیه‌های به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره بکنم، به موادی که نقض شدن. یکی از اونها همونطوری که گفتم به دلیل شکنجه این افراد ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که نقض شده، چرا که این ماده میگه که شکنجه ممنوع هست ولی این افراد مورد شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتن و خود اعتراف اجباری هم یکی از مصادیق شکنجه محسوب میشه. همونطوری که گفتم این افراد در طی دوره بازداشتشون دسترسی به وکیل و سیستم عادلانه قضایی نداشتند و بنابراین ماده 10 اعلامیه نقض شده. و همچنین ماده 11. ماده 11 هم در مورد این هست که میگه هر فردی که بازداشت میشه تا زمانی که در یک دادگاه عادلانه و علنی ثابت نشه که این جرم‌ها رو مرتکب شده، این فرد به عنوان یک فرد بیگناه تلقی میشه و به عنوان مجرم کسی حق نداره اون رو خطاب بکنه یا مجرم دیده بشه یا حالا سایر مسائل، در صورتی که این افراد قبل از اینکه دادگاه برن در جلوی تلویزیون نشونده شدن و دارن بر علیه خودشون شهادت میدن به عنوان مجرم و پیشاپیش دارن مجازات خودشون که در واقع همین اعتراف اجباری هست رو دارن، یک قسمتی از مجازات خودشون رو میگذرونن. بنابراین ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم نقض شده. میشه به ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که در اون میگه که هیچ کسی حق دخالت در مکاتبات شخصی و امور شخصی افراد رو نداره، در صورتی که در ماجرای این 4 نفر میدونیم که هر 4 نفرشون خودشون در همین اعترافات تلویزیونی گفتن که گوشیشون بهش نگاه شده و مشخص، یعنی در واقع ازشون پرسیده شده و گوشیشون چک شده و مشخص شده که مثلا این فیلم هایی که خودشون در خیابون گرفتن برای چه کسانی فرستادن، چه مکاتباتی بین ایشون و مثلا فرض کنید مسیح علی نژاد در گرفته، اینا مکاتبات و مسائل شخصی این افراد هست، در صورتی که این مکاتبات شخصی این افراد بدون اجازه بازدید شده. اگه بخوام در یه لول بالاتر بخوام بگم، میشه مثلا به ماده 1 هم اشاره کرد که میگه که ماده 1 میگه همه انسان‌ها در حرمت و حقوق با هم دیگه برابرند، ولی در کیس مثلا خانم سفید رشنو دیده میشه که دو تا خانم بودن به هر دلیل دارن توی اتوبوس با هم دیگه گفتگوی درگیری لفظی پیدا میکنن، ولی اینجا چون اینجا خانم رایحه ربیعی چون مطلوب حکومت هست، چون با حکومت هست، جایگاه حقوقی بسیار بالاتری داره، حرمت بسیار بالاتری داره
و باعث میشه که اون گواهی که اون میده، فیلمی که اون که ارائه میده، باعث میشه که سپیده رشمی رو به اینجوری بازداشت بکنن و شکنجه بکنن. یعنی این دو تا آدم از این جایگاه حقوقی برابر اصلا برخوردار نیستن و از لحاظ حرمت هم کاملا نابرابر هستن. و یا مثلا میشه فرض کنیم به ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که میگه همه انسان ها در برابر قانون برابرند، در صورتی که ما دیدیم اینجا در برابر قانون برابر نبودن. در این ماجرای اتوبوس DRT دو طرف داشتن به هم دیگه فحاشی میکردن. بخوام اینجوری نگاه کنیم، دو طرف داشتن با هم دیگه دعوا میکردن. چرا این وسط باید خانم سپیده رشنو بازداشت بشه ولی رایحه ربیعی نه تنها بازداشت نشه که ازش اینجوری حمایت بشه و خواسته دل اون اینجوری مورد اجابت قرار بگیره؟ این به نظر من یکی از مهمترین اخباری بود که در هفته گذشته در مورد نقض حقوق زنان رخ داد. اخبار دیگه ای که انتخاب کردم رو سعی میکنم خیلی سریع از روشون بگذرم و فقط اشاره کوتاهی بهشون بکنم. یکی خبر نامه بود که 16 زن فعال سیاسی در زندان اوین در مورد اوضاع نابسامان شیوع کرونا در زندان اوین تذکر داده بودن و ابراز نگرانی کرده بودن. در نامه خودشون گفتن که چند هفته است که سویه جدید کرونا در بند زنان زندان وینچیو پیدا کرده، هر روز داره تعداد مبتلایان بیشتر میشه، متاسفانه امکانات درمانی و بهداشتی بسیار کم هست، به طوری که مثلا دو نفر از این خانم ها عسل محمدی و سمین احسانی که در زندان کرونا داشتن، دو تایشون در یک سلول بسیار کوچک تنها بودن، اینا حتی توانایی که برن تا محل آبخوری برای خودشون آب بردارن رو هم نداشتن، ولی بدون هیچ گونه امکاناتی در سلول خودشون رها شدن. و البته این اولین بار نیست در مورد اوضاع وضع بهداشتی نابسامان زندان ها فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی تذکر میدن که متاسفانه همچنان بهش بی‌توجهی میشه. و تعدادی از این زنانی که در این بند هستن مشکلات ریوی و قلبی دارن، علارغم اینکه این نامه منتشر شد ولی متاسفانه نشدیم که اقدامی برای اصلاح شرایط و یا بهبود وضعیت بهداشتی این بند زنان صورت بگیره. در این مورد همیشه به ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق حیات اشاره کرد، چرا که با در واقع عدم دسترسی به امکانات بهداشتی برای این افراد و امکانات درمانی باعث میشه که این افراد دچار مشکلات سلامتی بشن، خدای نکرده جون خودشون رو از دست بدن، و بنابراین حق حیات این افراد داره کاملا آمدانه نادیده گرفته میشه. از طرفی ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکنه که همه انسان‌ها سزاوار این هستند که به یک استاندارد قابل قبولی برای سلامتی و سرپناه و خوراک و پوشاک دسترسی داشته باشند. میگه همه انسان‌ها، نمیگه همه انسان‌هایی که آزاد در داخل خیابون هستند. همه انسان‌ها یعنی همه انسان‌هایی که در داخل زندان هم هستند. و برابر این کسانی که در زندان هستند به هر دلیلی و با هر جرمی باید به این استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی دسترسی داشته باشند. ولی هم زنان و هم مردان ایران وقتی در داخل زندان هستن متاسفانه از کمترین امکانات سلامتی برخوردار هستن، برای حداقل ها باید خودشون هزینه بکنن، و در خیلی از موارد مثل بندهای سیاسی و یا بندهای امنیتی این افراد ممکنه آمدانه دسترسی این افراد به امکانات بهداشتی و درمانی محدود بشه. به عنوان مثال میشه در این زمینه به یک نفر دیگه هم اشاره کرد که در این ماه گذشته در مورد ایشون هم اخباری داشتیم، در مورد خانم سعدا خدیرزاده. ایشون خانمی هستن که در فکر میکنم مهر ماه امسال بازداشت شدن، مهر ماه سال 1400 بازداشت شدن، و در علارغم اینکه باردار بودن تمام دوران بارداری خودشون مشکلات سلامتی زیادی داشتن، مشکل فشار خون داشتن و مشکلات قلبی داشتن، ولی تمام دوران بارداری رو در زندان سپری کردن. امکانات درمانی بسیار کمی در اختیارشون قرار گرفت، بارها از پذیرش وثیقه و وثیقه خودداری کرد در واقع رئیس دادگستری مهاباد. الان برای ایشون وثیقه 3 میلیارد تومانی تعیین شده، ولی همچنان خانواده این وثیقه رو تامین کردن، ولی همچنان رئیس دادگستری مهاباد از پذیرش اون خودداری میکنه و ایشون آزاد نشده، و گفته شده که تحت فشار زیادی هستن برای اینکه ایشون هم بر علیه خودشون اعتراف اجباری بکنن، و الان ایشون در زندان ارومیه به سر میبرن. ایشون بچه‌شون رو در زندان به دنیا آوردن، بعد از اینکه ساعات بسیار سختی رو گذروندن ایشون رو بردن بیمارستان زایمان کردن، و دقیقاً یک روز بعد از سزارین بعد از یک زایمان
تقریبا مشکل دار ایشون رو دوباره به زندان برگردوندن و بعد در شرایط روحی و روانی و جسمی امکانات خیلی پایینی نگه داشتن، به طوری که ایشون از لحاظ روانی بسیار در وضعیت بغرنجی به سر میبره و متاسفانه در ماه گذشته دست به خودکشی زد و میخواست خودش و بچهش رو بکشه. به بچه قرص، بچه که در واقع نمیشه گفت، که نوزاد هست، قرص خواب‌آور داده بود و خودش هم حلق‌آویز کرد که خوشبختانه نجاتش دادن. همطور ثبت کارهای اداری و صدور شناسنامه بچهش رو هم گفتن بعد از زندان، به بعد از زندان موکول کردن. این بچه ایشون حتی شناسنامه هم هنوز نداره. این باز یکی از مواردی هست که میشه گفت که در زندان‌های ایران به حق سلامتی و بهداشت و درمان و کلیه امکاناتی که حق هر انسانی هست دارن بی‌توجهی میکنن و آمدانه دارن امکانات رو از ایشون سلب میکنن، دسترسی به امکانات رو که به خواسته خودشون برسن و این شخص رو مجبور بکنن که بر علیه خودش اعتراف اجباری بکنن. باز یادآوری میکنم که ایشون هم در تمام مدت بازداشتشون حق دسترسی به وکیل نداشتن، حق ملاقات با خانواده نداشتن و بازداشت ایشون مشخص نیست توسط چه ارگانی صورت گرفته. بازداشت های اینجوری مصادیق بازداشت های خودسرانه هستند. وقتی ارگان بازداشت کننده مشخص نیست، وقتی محل بازداشت مشخص نیست، از مصادیق بازداشت خودسرانه حبس و بازداشت خودسرانه محسوب میشه و نقض ماده نوع اعلامیه جهانی حقوق بشر. و به عنوان یه مورد دیگه در مورد باز که به حق سلامت مردم مربوط هست میشه یادآوری کرد در مورد، مطمئناً طرحش رو شنیدید، به عنوان طرح جوانی جمعیت، که در این طرح جوانی جمعیت که حالا یه سری اقدام تشویقی داره و متاسفانه یه سری اقدام تنبیهی. مثلا اقدامات تنبیهی یکیش اینه که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گشت بارداری گذاشتن و کلیه خانم‌های باردار میرن اونجا ثبت میشن که دیگه جلوی سقط این افراد گرفته بشه. ضمن اینکه یادآوری میکنم دسترسی به امکانات جلوگیری از بارداری هم بسیار بسیار محدود شده در کشور و به راحتی نمیتونن افراد تامین بکنن. حالا با این منع بارداری و منع قربالگری، یکی دیگه از این رو فراموش کردم بگم، یکی از بندهای این طرح جوانی جمعیت اینه که قربالگری جنین ممنوع شده و در ماه گذشته داشتیم که مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تالاسمی اخطار داده بودن که این قربالگری جنین که ممنوع شده باعث افزایش تعداد نوزادان مبتلا به تالاسمی میشه، به طوری که اگر یک زن و شوهر دوتایی به قول معروف زوج دارای تالاسمی مینور باشن، احتمال اینکه نوزاد اونها تالاسمی ماژور داشته باشه بالا میره و با این در واقع ممنوعیت غربالگری هم تعداد کودکان سندروم دان متاسفانه افزایش پیدا خواهد کرد، هم کودکان دارای تالاسمی مینور و هم افرادی که سایر اختلالات ژنتیکی دارن، چون دیگه سقط جنین کاملا ممنوع شده. در این زمینه هم باز همونطوری که گفتم میشه اشاره کرد به نقض ماده 25 که در مورد حق افراد برای داشتن یک زندگی سالم و داشتن رفاه و برخورداری از مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی و خدمات اجتماعی هست، این داره نقض میشه به صورت گسترده با این قانون متاسفانه. میشه به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد. ماده 16 میگه که خانواده یک گروه طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله جامعه و حکومت حمایت شود. این کاری که جمهوری اسلامی ایران داره میکنه با خانواده‌ها حمایت خانواده نیست. جمهوری اسلامی میخواد تعداد جمعیت رو افزایش بده به هر قیمتی، حتی اگر شده نوزاد معلول داشته باشن، نوزاد سندروم دان داشته باشن. در واقع خانواده رو نه به عنوان یک واحد میبینه، نه به فکر رفاه خانواده هست. فقط در این طرح فقط افزایش جمعیت دیده شده و هیچ حق و حقوقی برای اعضای اون خانواده، برای پدر مادر، برای اینکه یک زندگی نرمال و طبیعی داشته باشن، یه زندگی با حداقل مشکلات داشته باشن، متاسفانه اصلا به این مسائل اصلا فکر نشده و اصلا اونها رو نادیده گرفتن. همونطور میشه دوباره گفت که این نقض حریم خصوصی افراد هم هست، اینی که افراد دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری نداشته باشن، اینی که اختیار این رو نداشته باشن که نوزادی رو که پزشک تشخیص داده این نوزاد مثلا سندروم دان داره یا اختلالات ژنتیکی داره بخوان این رو سقط بکنن، این در واقع حریم خصوصی این آدم هاست، انتخاب شخصی این آدم هاست. ولی حکومت با این طرح جوانی جمعیت داره این حریم خصوصی افراد رو
داره نقض میکنه و در اون به اون در واقع تعرض داره میکنه. این در واقع چند تا خبری بود که من برای شما انتخاب کرده بودم که موارد نقض اعلامیه جهانی و حقوق بشر رو بگم. این چند تا خبر رو من به این دلیل انتخاب کردم که مقدار جنبه عمومی تر داشت، ولی به صورت خیلی کوتاه یادآوری میکنم که ما در ماه‌های گذشته بازداشت زنان معترض خیلی زیادی رو داشتیم، صدور حکم بازداشت، نمیدونم زندان یا حکمای دادگاه خیلی زیادی رو داشتیم برای فعالان حقوق زنان و به خصوص مخالفان حجاب اجباری. و در این زمینه شما میتونید به سایت کمیته زنان مراجعه بکنید و این اخبار رو مطالعه بفرمایید. ممنون از اینکه توجه کردید. من میکروفون رو آزاد میکنم. خانم مرادی گور، بسیار ممنون از شما که اخبار رو به صورت شیوا و کامل در اختیار دوستان قرار دادین و متشکرم. در رابطه با صحبتی که داشتین، بحث قربالگری و همین داستانهای جلوگیری و اینا، من یه اخباری چند روز پیش خوندم خیلی جالب بود. یه حالا نمیدونم اسمش رو آخون میذاریم یا حالا هرچی که بگیم، گفته بود آقا چون که من خانومم نه 5 تا بچه آورده و مجاهدت کرده، باید بهش میگم دکترای افتخاری بدید یا لیسانس افتخاری بدید. یعنی خیلی جالبه، حالا اون بنده خدا تو خرج یومیه خودش مونده، ولی میگه که چون که من این کارو انجام دادم، شما بیاید حالا یه دکترای لیسانس یه چیزی بهش بدید، میگم بنده خدا بره یه جایی مشغول بشه. حالا ما نمیگیم مشغول نشه، ولی حسابشو بکنید. میگه من مجاهدت یا مجاهدی همچین چیزایی این جهاد کردم. خب خیلی اخبارش برای من جالب بود که طرف خب آقا بچه رو بردی، خب خودت خواستی رو بردی، حالا بهت بها ندادم، اومدی از رسانه های اجتماعی استفاده میکنی چون که حالا من اومدم جهاد کردم، شما باید یه دکترا هم به ما بدی. حالا ما 20 تا بچه بیاریم اینجا بگیم که آقا شما بیاید ما فوق پروفسورای چی میگن جهاد بدیم. دست شما درد نکنه، بسیار عالی. و دوستان در رابطه با صحبت‌های خانم فریبا مرادی پور عزیز، خانم شراره محبودی، در خدمتتون هستیم. دوستان اگه مایک رو براشون آزاد بفرمایید، خودم آزاد کنم، صحبت‌های شما رو می‌شنویم. عرض سلام دارم خدمت همه همکاران عزیز. تشکر می‌کنم از خانم مرادی پور به خاطر سخنرانی خوبتون. تمام موارد رو به خوبی بهش اشاره کردیم، به خصوص موارد نقض حقوق بشر رو. همینجور که داشتید میگفتید من داشتم فکر میکردم همه اون سیماده رو یه جوری میتونه دربر بگیره از هر جنبهی که بهش نگاه کنیم و اتفاقاتی که داره توی کشورمون میفته. من فقط یک نکته رو دوست داشتم اضافه کنم به صورت خاص، و اون هم بحث سپیده رشنو که رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تو روز 29 مرداد اعلام کرد که جلسه تفهیم اتهام سپیده رشنو برگزار شده، کیفر خاصی برای ایشون صادر و ابلاغ شده که اتهاماتی که به سپیده رشنو دادن اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا اعلام شده. و وکیلشون توی طی صحبتی که توی اخبارها حالا انجام داده بودن گفتن که خانواده سپیده رشنو تحت فشار هستن و حالا قرار شده که اگر امکانش باشه با قید وثیقه آزاد بشه. و ما اینجا هم میبینیم که سپیده رشنو تقریبا میشه گفت دیگه نزدیک به یک ماه بود که این شرایط رو داشت و حتی اجازه داشتن وکیل هم نداشت. باز هم تشکر میکنم از خانم مرادی پور و تشکر میکنم از این که اجازه دادید من کامنتامو بذارم. ممنونم. ما هم از شما تشکر میکنیم خانم مرادی که همچین اطلاعاتی رو در اختیار عزیزان قرار دادید. و خب متاسفانه همینه، کسی که میخواد در رابطه با حق صحبت کنه، در رابطه با حقوق خودش صحبت کنه، میشه توانی علیه نظام و این داستانایی که همه ما میدونیم. و من صحبت ایشون رو توی یکی از ویدیوها دیدم که میگفتش که من صدامو به گوش جهانیان میرسونم، من صدامو به کل دنیا میرسونم. و خب رسوندن و مطمئنن حق ایشون پایمال نمیشه با صحبتایی که ما میکنیم، با حمایتایی که ما داریم، با حمایتایی که میشه از ایشون. ایشون تنها نیستن و ما در کنارشون هستیم.
خانوم یا آقای سیمین. سیمان در خدمتتون هستیم، بفرمایید. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان. خب خیلی ممنونم بابت اطلاعات خیلی خوب و کامل و جامعی که دوستمون دادن، اما تنها نکته‌ای که به ذهن من اومد که بخوام اضافه کنم اون هم این هست، در فرایند جنبش زنان که ما شاهد هستیم در ادوار گذشته، عموما ما با مردان سیاستمداری روبرو بودیم که به عنوان لیدران رهبران جامعه در واقع پیشرو بودند و افراد رو میگفتن خب حالا دنبال ما بیاید، یه جنبش راه میافتاد، یه حرکتی آغاز میشد. اما در این چند دهه اخیر ما در واقع با زنانی مواجه هستیم که این زنان هر از گاهی از قسمت‌های مختلف جامعه دارن سر بر میارن. یکیشون یه روز دستمالش رو سریش رو پرت میکنه زمین، میگه نمیخوام. یکی میاد جلوی گلوله جلوی تفنگ وامیسته، میگیره رو قلبش، میگه که تو که آبتو نبردن، خاکتو نبردن، وامیسته. معلمی که میاد اونجا اعتراض میکنه، میکروفونش رو قطع میکنن ولی صداشو بلندتر میکنه و میگه ما خفه نمیشیم. یا کنار مزار عزیز از دست رفتش داد میزنه، میگه که خشم ما داره از قدرت شما در واقع بزرگتر میشه. همه و همه اینها در واقع ما با یک پدیده جدیدی در علوم سیاسی در واقع داریم روبرو میشیم به اسم جنبش بیچهره ها. و خوشبختانه این جنبش بیچهره ها رو در واقع زنان سرزمین ما هستند که دارن هدایت میکنن و سکاندارش شدن. امثال سپیده زیاد هستند و من مطمئنم که این افراد صرفاً و به خاطر در واقع زیست روزمره شون، یعنی برای اینکه اون حق خواهی زیست روزمره شون رو بخوان مطالبه بکنن، این به این شکل صداشون رو بلند میکنن. و خب هر آنچه که از دل برایت بر دل نشیند و باعث میشه که یک موج عظیمی به طرفداری از اونها بخوان بلند بشن، و حالا این دیگه فارغ از جنسیت هست، فارغ از مرز و مکان هست. ممنون از صحبت شما خانم سیمین، و من خیلی خوشحالم که ما فعالین حقوق بشر صدامون داره میرسه به گوش عزیزانمون تو ایران که حرفشون حق‌خواهی هستش، حرفشون بی ربط نیست با حرفای ما. و حداقل میتونم بگم که تلاش هایی که فعالین حقوق بشر و بچه های ما دارن انجام میدن ثمره داشته و ما الان داریم این صحبت ها رو حالا جسته گریخته با توجه به محدودیت های رسانه‌ای که وجود داره از عزیزانمون میشنویم. دوستان در خدمتون هستم در رابطه با صحبت های خانم مرادی پور. اگر که صحبتی هستش بفرمایید و در غیر این صورت در خدمت خانم مهدیه هستیم در رابطه با بررسی کنوانسیون رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم مهدی عزیز اگر که تشریف دارید توی جلسه، ما در خدمتتون هستیم و صدای شما رو میشنویم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، سپاسگزارم از خانم مرادی پور. و بنده با این مورد شروع میکنم که کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج ها که بر اساس قطعنامه 17.1763 مورخ 7 نوامبر 1962 مجمع عمومی برای امضا و تایید گشوده شده است. این کنوانسیون 9 دسامبر 1964 بر اساس ماده 6 به اجرا در آمد. دولت‌های طرف قرارداد با تمایل برای ترویج و حمایت از احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و رعایت این حقوق و آزادی‌ها برای همه انسان‌ها بر اساس منشور ملل متحد بدون تمایز از حیث، نژاد، جنسیت، زبان یا دین، با یادآوری اینکه ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر این موارد رو تصریح میکنه. 1. مردان و زنان در سن قانونی بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا دین حق ازدواج و تشکیل خانواده دارند.
مردان و زنان دارای حقوق برابر برای ازدواج در طول ازدواج و در فسخ آن هستند. مورد بعدی، ازدواج باید فقط با رضایت کامل آزادانه زوجی که قصد ازدواج دارد ثبت شود. با یادآوری مجدد این که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه نهم 843 مورخ 1954 اعلام کرد، بعضی رسوم و قوانین و روش‌های باستانی مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعیین شده در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد. با یادآوری این امر که کلیه کشورها از جمله کشورهایی که مسئولیت اداره سرزمین‌های غیر حاکم بر خود و تحت قیمومیت را تا دستیابی آنها به استقلال بر عهده دارند یا بر عهده می‌گیرند، باید تمام قوانین مناسب را به لغو چنین رسوم قوانین و روش‌های باستانی با تضمین آزادی کامل در انتخاب همسر، حذف کامل ازدواج‌های کودکان و نامزد کردن دختران جوان پیش از سن بلوغ، تعیین مجازات برای مناسبت‌ها هر جا لازم باشد و تعیین دفتری دولتی یا هر دفتری که همه ازدواج‌ها در آن ثبت شود به عمل آورند. بدین وسیله با اجرای مفاد پیش‌بینی شده در مواردی که خدمتتون عرض می‌کنم موافقت می‌کنم. مورد یک، هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف قانوناً به ثبت برسد. چنین رضایتی پس از اطلاع رسانی مقتضی و در حضور مقام صالح برای اجرای مراسم ازدواج و شهود به گونه هایی که به وسیله قانون تجویز شده باشد باید از طرف دو طرف ابراز شود. مورد بعدی، همه ازدواج ها باید به وسیله مقام صالح در یک دفتر اسناد رسمی معتبر به ثبت برسد. ماده بعدی، این کنوانسیون تا 31 دسامبر 1963 برای امضا از جانب کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا اعضای هر یک از کارگزاری‌های تخصصی و هر کشور دیگری که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده تا طرفین این کنوانسیون شود مفتوح است. ماده 4، این کنوانسیون در معرض امضا و تصویب قرار دارد. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد امانت گذاشته می شود. ماده 5، پیوستن با سپردن سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد. قطعنامه 20 مورخ اول نوامبر 1965 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مجمع عمومی با به رسمیت شناختن این امر که گروه خانواده باید تقویت شود زیرا واحد اصلی هر جامعه است و مردان و زنان در سن قانونی حق دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند، سزاوار برخورداری از حقوق برابر برای ازدواج هستند و ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه دو طرف مطابق با مفاد ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر به ثبت برسد. همچنین با یادآوری این امر که بر اساس ماده 64 منشور شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند با اعضای سازمان ملل متحد برای به دست آوردن گزارش‌هایی درباره اقدامات انجام شده در راستای ترتیب دادن به توصیه‌های خود در مسائلی که مجمع عمومی در چارچوب صلاحیت آن قرار داده ترتیباتی را به عمل بیاورد. همچنین توصیه می‌کند در هر زمینه که قوانین یا مقررات و تدابیر دیگر موجود بر اساس رویه‌های قانونی و شیوه‌های سنتی و دینی خود چنین قوانین یا تدابیر دیگر را که ممکن است برای اجرای اصولی که خدمتتون عرض می‌کنم مناسب نباشه تصویب کند. کشورهای عضو به منظور تعیین حداقل سن برای ازدواج که در هر حال نباید کمتر از 15 سال باشد باید اقداماتی قانونی به عمل بیارند. هیچ ازدواجی نباید به وسیله هیچ شخصی کمتر از این سند به صورت قانونی به ثبت برسد. مگر در شرایطی که مقامی صالح به دلایل جدی به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند با ازدواج اونا موافق باشد. کلیه ازدواج ها باید در دفترخانه رسمی مناسب به وسیله مسئولی صالح به ثبت برسد. در رابطه با بررسی این موضوع با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1210
1210 قانون مدنی سال 1361 گفته شده هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره یک سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است. یکی از مشکلات حقوقی این دختران اون هستش که بسیاری از اونها حکم رشد ندارند. به عبارت دیگر این کودکان در 13 سالگی ازدواج میکنند در حالی که سن رشد در قانون ما 18 سالگی است. لذا این زنان نمیتونن مهریه و نفقه خود رو دریافت کنن و حتی اونا رو توی حسابی پسنداز کنن. تبصره دو، اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. ماده 1041 اصلاحیه سال 1370 بیان دارد نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. در سال 1370 تبصره عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت والد صحیح میباشد. در قانون مدنی پیش از انقلاب قانون بدین صورت بوده که نکاح قبل از رسیدن به سن 18 سال به صورت تمام ممنوع است. در سال 1360 یک بار قانونگذاران اقدام به تغییر ماده 1041 قانون مدنی کردند و ناگهان حداقل سن ازدواج را که 18 و 20 سال تمام شمسی بود رو به 9 و 15 سال تمام قمری کاهش دادن. این اقدام اونها از دید برخی حقوقدانان و فعالین اجتماعی اقدامی شتاب زده و مغایر با واقعیت‌های آن زمان جامعه ایران تلقی شد. اما با وجود تمام انتقادهایی که به ماده 1041 وارد شد، این ماده از سال 1361 تا 1381 بدون هیچ گزندی پاورجا بود. نهایتاً در سال 1381 قانونگذاران وقت مصمم شدند تا با تغییر مجدد این ماده حداقل سن قانونی برای ازدواج رو قدری افزایش دهند. 9 سال تمام قمری برای دختران و 13 سال تمام شمسی 9 سال رو به 13 سال تغییر دادن و 15 سال برای پسران همون 15 سال تمام شمسی بدل شد. طبق آخرین تغییر در ماده 1041 قانون مدنی به این صورت است که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی مجاز است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. بنابراین قانونگذار سن 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران به عنوان حداقل سن ازدواج تعیین شد، اما در صورت اذن ولی و به تشخیص دادگاه ازدواج در سن پایین تر هم امکان پذیر هست، به نحوی که هر سال تعداد بیشماری از کودکان به دلیل این ماده قانونی ازدواج میکنند و بسیاری از حقوق اونها از جمله حق تحصیل، حق آزادی و کودکی کردنشون خدشه‌دار میشه. این ماده یکی از موارد بارز نقض حقوق کودک در قوانین ایران حساب میشه، چرا که یک فرد زیر 18 سال در صورت ازدواج از رشد و تعالی توی جامعه و خیلی از اتفاقای دیگه باز میمونه. کودک همسران بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار دارن و از طرف دیگر بارداری زود هنگام برای اونها میتونه سلامت خودشون و جنین رو به خطر بندازه. همچنین ازدواج در ایران بدون رضایت زوج امکان پذیر نیست، اما در عمل امکان ازدواج در سنین پایین با خود ازدواج تحمیلی از طرف والدین همراه است. به عبارتی اگرچه قانون رضایت زوجین از ازدواج را ذکر کرده است، اما به هر حال به طور غیر مستقیم راه رو برای تحمیل ازدواج به کودکان به طور قانونی فراهم کرده. زیرا از یک طرف شرایط سنی فرد زیر 18 سال و همچنین شرایط فرهنگی کشور به نحوی است که کودک نمیتواند اراده مستقلی از خود در امر ازدواج داشته باشد.
در ماده 646 قانون مجازات اسلامی گفته شده ازدواج پیش از بلوغ و بدون اجازه ولی ممنوع است و اگر مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده برخلاف ماده 1041 ازدواج کند به حبس تعزیری 6 ماه تا 2 سال محکوم می شود. اینجا سوال مطرح میشه که اگر دختران به سن بلوغ رسیده باشند آیا برای ازدواج همچنان به اذن پدر نیاز هست یا در این صورت خیر؟ در این صورت هم به موجب قانونی زمانی که دختری قصد ازدواج داشته باشه حتی اگر به سن بلوغ هم رسیده باشه در هر سنی فرقی نمی کنه باز هم به اجازه پدر نیاز داره. از نظر کارشناسان بهترین سن برای ازدواج همون سنیه که در زندگی شغل و استقلالی از خودتون داشته باشید و به اون آرامش خاطر و ثبات شخصیتی رسیده باشید که معمولاً تا سن 25 سالگی یا حتی بعد از اون ممکنه ما به شغل مستقل و اون آرامش خاطر و ثبات شخصیتی نرسیده باشیم و این اتفاقات قبل از 18 سالگی در اون سن کودکی و نوجوانی هیچ وقت برای یک فرد اتفاق نمیفته. این بحث بسیار گسترده‌ای هست که بیشتر از این به خاطر ضیق وقت نمیتونم در خدمتتون باشم. سپاسگزارم که این وقت رو به من دادید. من مایک رو رها میکنم. خانم مهدی، مرسی، متشکرم از اینکه اطلاعات جامع و کاملی رو در اختیار ما قرار دادید. دوستان، من قبل از اینکه حالا سوال خودم رو مطرح کنم میخوام ازتون بپرسم آیا در رابطه با صحبت‌های خانم مهدی نظری دارید؟ بفرمایید و اگر در غیر این صورت یعنی سوالی نیستش، من یه سوال داشتم از همه عزیزان. ببینید، در جوامع حالا اروپایی، ماهایی که حالا خارج از ایران زندگی میکنیم، خب توی مدارس، خیلی راحت بگم توی مدارس، از اشتباه نکنم کلاس ششم هستش که والدینو میخوان و بهشون میگن که آقا الان خب این بچه ها کلاس ششم، حالا نمیدونم دقیقا چه سنی میشه، توی کلاس ششم میگن، اینا کلاس ششم اینا میگن، یعنی معلم ها به والدین میگن که بچه ها در رابطه با، یعنی در رابطه با رابطه با هم دیگه صحبت میکنن که مثلا تو بیا با من تو رابطه باش، یا اینکه من میخوام مثلا با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم، و یا اینکه حالا صحبت هایی که نمیگم حالا دوست پسر دوست دختری، چون که فکر نمیکنم تا اون حد این چیزها رو بلد باشم. آیا این چیز اشتباهی هستش؟ و خانواده اینجا چه نقشی رو داره؟ من از خودم شروع میکنم، یعنی خود ناصر نوروزی. من خب یه دختر دارم، کلاس هشتم الان، و حالا از کلاس ششم مدرسه منو خواست و بقیه پدر مادر رو تا همین الان که آقا این بچه ها در این رابطه ها با هم دیگه صحبت میکنن. آیا این چیز بدیه؟ یعنی این که ما باید بگیم که نه، من اگر تو این کار رو انجام بدی علم میکنم، بد میکنم، فلان میکنم، بیسار میکنم، یا نه من باید بهش آموزش بدم، بگم که خب به فرض مثال بابا مامان اگر کسی مثلا این اتفاق این صحبتی انجام شد شما میتونی صحبت کنی، با توجه به اینکه کلاس ها مختلف هستش، با توجه به اینکه از اشتباه نکنم کلاس چهارم تمام مسائل جنسی به این عزیزان، به بچه های ما آموزش داده میشه، ما ها باید چجوری برخورد کنیم و توی ایران چجوری برخورد میشه؟ ما توی ایران داریم میبینیم دیگه، یارو رفته سر اون یکی رو بریده، رفته این یکی رو به قول معروف پسر عموش رفته بیابون و این برانور طرف رو برداشته کشته. چه اتفاقی داره میفته؟ چه اتفاقی داره میفته که ما انقدر عقب افتادیم؟
یعنی هر دختری با یه پسری اگه بخواد صحبت کنه بره کافی شاپ اصلا. یا من خیلی بازترش میکنم، آقا یه خانم متعهد بخواد با همکارش بره چی میگن کافی بخوره، آیا این جرمه؟ آیا این چی میگن به اون چارچوب حریم خانواده بی احترامی کردنه؟ و یا اینکه نه، ما میتونیم بهشون بگیم آقا همه چی اوکیه، شما آزادی، میتونی بری صحبت کنی، حرف بزنی، ولی حواست به یک سری از مسائل باید باشه. بیاییم بهشون آموزش بدیم. تو جلسه قبلی داستان کمیته پژوهش، اتفاقا یکی از ناآگاهی های ما در رابطه با عدم انتخاب خوب بودش. ببینید وقتی که ما یه چی میگم شریک زندگیمون رو بدون آگاهی، بدون علم شناخت، بدون علم اینکه آقا اصلا میدونیم طرف چی کاره هستش، هدفش از زندگی چی هست، نه فقط آقا پدر و مادر گفتن این ولو غیر، خب 100% آخرش میشه جدایی، 100% آخرش میشه یه جنگ. جمهوری اسلامی اتفاقی که الان توی خانواده ها داره رقم میزنه یه جنگ بعد از ازدواجه. خانم میگه من مهریه دارم، آقا میگه فلانی تمکین انجام نداده، ایکس میگه که این کار کرده، ایگرگ میگه این کار کرده. خب چه اتفاقایی میفته؟ پس چجوری ما میتونیم اینا رو آگاه کنیم؟ چجوری میتونیم بگیم آقا شما میتونی با علم این که آشنایی داری به اون طرف بری باش ازدواج کنی، باش تو رابطه باشی؟ صحبت های خیلی جالبی انجام دادن خانم مهدیه در رابطه با حالا رضایت با ازدواج. آیا واقعا تو جمهوری اسلامی خانواده های ما، البته من یه پرانتز باز میکنم، یک سری از خانواده ها هستن که با زحمات شما عزیزان واقعا آگاه شدن، میدونن آقا داستان چند چنده، میدونن که باید با پسرشون با دخترشون چجوری رفتار کنن. متاسفانه من بخوام خدمتتون عرض کنم عزیزانی هستن حتی در خارج از ایران، طرف میگه من پسر دارم، حالا هر اتفاقی افتاد دیگه، دختر که ندارم. این به نظر شما منطقیه؟ خب جمهوری اسلامی متاسفانه همچین حقی رو از عزیزان ما گرفتیم. مدارس جدا، یعنی اونجایی که من اطلاع داشتم اگه اشتباه میکنم بهم بگید، تا زمانی که طرف دیپلم بگیره دختر باید تو مدرسه خودش بره، کمیته و این چیزا میاد اگه مثلا با یه پسری چی میگن صحبت بکنه میاد دستمن بهش میزنه و برش میداره میبرتش رو خانوادهش میخوان یه دست و یه دونه نمیدونم پا مهریهش میکنن. آیا این درسته؟ خب بعد از اون بعد دختر میشه مثلا 24-5 سال، پسرم میشه مثلا 24-5-6 سال. خب اینا میخوام با هم دیگه ببینید یه واقعیتی هستش دیگه، اینا بالاخره باید یه جایی با هم دیگه چی میگن صحبت داشته باشن، یه جایی با هم دیگه حرف بزنن، یه جایی با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، اصلا میدونم به درد هم دیگه میخورن. البته بازم یه پرانتز باز میکنم، اتفاقی برای خود من و خانواده خودم افتاد، راه دور نریم، خانواده‌مو دارم میگم. یادمه من خواهرم، البته خب الان هم دارن زندگی میکنن، من خواهرم وقتی که همسرش اومدش خواستگاری و این داستانا، کلن در عرض نیم ساعت خب اینا با هم دیگه توی یه اتاقی که 12 نفر آدم اینجوری کلن فوکوس بودن روشون که اینا چی میگن چی کار دارن میکنن، آیا این درسته؟ یعنی کلن توی نیم ساعت همه چی رو باید جمع کنی؟ آقا طرف 24, 5 سال، 6 سال با یه طرز فکر داره زندگی میکنه، آقا با 24, 5, 6, 7 سال با
یه طرز فکر داره زندگی میکنه. آیا توی نیم ساعت میشه همیشه رو جمع کرد واقعا؟ ممنون میشم جوابی من رو بدید. مرسی خانم نمیدونم واقعیتش اصخایی میکنم نمیدونم اول خانم مهدی دست بلند کردم ولی خانم معبودی ولی اول ابتدا مایک رو در اختیار خانم مهدی قرار میدیم و در ادامه صحبت خانم مهدی عزیز رو میشن. من مجدد عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیز. تشکر میکنم در ابتدا از خانم مرضیه مهدی به خاطر ارائه بسیار بسیار خوبشون. تشکر میکنم از آقای نوروزی به خاطر اینکه به خاطر موارد و دغدغه‌هایی که مطرح کردید، ولی آقای نوروزی انقدر طیف مواردی که شما گفتید وسیع بود، یعنی میشه ساعت‌ها و روزها و سال‌ها در مورد این مسائل صحبت کرد که هر کدوم از تیترها و بندهایی که شما داشتید صحبت می‌کردین بیشک به یکی از کمیته‌های تخصصی ما مربوط هستش. ببینید، من شما با دخترتون شروع کردین و من برمیگردم روی مبحث آموزش. ما توی جامعه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم توی ایران، من در ابتدا مسائل رو توی ایران میگم و در نهایت نظر خودم رو در مورد دغدغه شما میدم. ما توی ایران با یک مسئله روبرو هستیم به نام تفکیک جنسیتی که خودش یکی از مواردیه که باعث تبعیض جنسیتی میشه و این تفکیک جنسیتی همونطور که خودتون بسیار عالی گفتید، بچه ها از دوران دبستان و دبیرستان جدا میشن و دوران دانشگاه میان و وارد یه محیطی میشن و هیچ شناختی نسبت به هم دیگه ندارن و توی اون محیطی که توی ایران هست حالا هیچی سر جای خودش نیست. شما از قوانین در مورد بحث ازدواج گفتیم، در مورد قوانین ازدواج ما صحبت میکردیم که همین توی جلسه کمیته پژوهش که داشتیم دوستان اشاره کردن که حتی خود مایی که حالا به عنوان کنشگر هم بودیم خیلی وقتا یه سری مواد و قوانینی که در مورد ازدواج هست یا شروط ضمن عقد هست رو هم خودمون نمیدونستیم و اینها بعداً کنشگرا اومدن با تولید محتوا یا در آوردن این بندها آگاهی رسانی کردن، نه از طریق رسانه‌های مستقلی که توی ایران وجود داره. چون که ما وقتی می‌خوایم، یعنی توی جامعه ایران داره یک ساختار قدرت داره یک آموزشی رو بر طبق ایدئولوژی که خودش داره باز تولید می‌کنه، یعنی اون می‌خواد یک انسان رو به این شکل توی این چارچوب به وجود بیاره و یک جاهایی در مورد یه سری چیزایی اصلا حرف نمیزنه، یعنی هرگز نمیان در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت کنن، اگر قرار باشه در مورد اهداف 2030 صحبت کنن اصلا یک جور دیگه میان اینو میگن که مردم نرن سراغش و در مورد حتی قانون اساسی که ما خودمون داریم کمتر بهش پرداخته میشه و آموزش کاملا به شکل ایدئولوژیک، یعنی الان توی جوامع گفتن آموزش پرورش نباید ایدئولوژیک باشد، نباید در اون تبعیض وجود داشته باشه و شما میبینید که ما نه تنها تبعیض جنسیتی توی محتوای آموزشمون داریم که چه بسا تبعیضهای قومیتی رو هم توی جامعه خودمون داریم به خاطر فرهنگ‌ها و همه این چیزهای متفاوتی که وجود داره و مسئله دین رو توی محتوای کتاب‌های درسیمون نباید بیاریم و ما میبینیم که اگر توی کتاب‌های درسیمون مثلا دختر بعد دختری رو یا زنی رو بخوان به نمایش بذارن به چه شکلی وجود داره و بچه‌های ما این چیزهایی است که دریافت می‌کنن، یعنی بخشی ساعت زیادی از وقت خودشون رو توی مدارس هستن و توی اون ساعت‌ها به کودک‌ها وقتی چیز رو یاد بگیرن متأسفانه خیلی سخت هست تغییر دادنش و توی دانشگاه هم که وقتی قصد ازدواج دارن خودتون مثال زدید، یه نوع مثال زدید که میرن توی اتاق و توی چند ساعت تصمیم میگیرن که ازدواج کنن و اصلا نمیدونن اون قراردادی که با هم میبندن و اون مسئولیت هایی که در قبال هم دیگه دارن چی هست. حالا وقتی که میخوان جدا بشن و طلاق بگیرن تازه متوجه میشن که چه مباحثی هست که من فکر میکنم هم زنان و هم مردان قربانی این نظام آموزشی و کلا این سیستم حکومت جمهوری اسلامی هست. ما نمیتونیم بگیم فقط زنان ما قربانی هستن که مردان ما هم قربانی این مسئله هستن. در ادامه در مورد دغدغه‌ای که در مورد دختر خودتون دارید، من فکر میکنم خوشبختانه شما مهاجرت کردید و اومدید آلمان و این تا اونجایی که حالا من اطلاع دارم، من فکر میکنم توی مدارس و نظام آموزشی که توی
همچین کشورهایی وجود داره انقدر خوب خودش ساپورت میکنه و همه جوره حمایت میکنه بچه ها و بهشون یاد میده که گاهی وقتها ما والدین و افرادی که خودمون با این تفکرات از ایران اومدیم یک گام عقبتر هستیم و خیلی وقتا تعجب میکنیم یا حتی نمیتونیم باهاش کنار بیاییم و خیلی وقتا نگرانیم. اینجا میتونیم اعتماد کنیم به این سیستم، به این نظام آموزشی، به قوانینی که توی این کشور وجود داره و من فکر میکنم که اونها میتونن یعنی یک نقطه امن باشن برای کودکان و خیلی جای نگرانی فکر میکنم نداره. و حتی این که خودمون بخوایم دخالت کنیم یا اصلا بخوایم توضیح بدیم این موارد رو، باز هم من به خاطر این جسارت من رو ببخشیم، به خاطر تخصصم ورود کردم و این رو میگم، اینجا من اگر به جای شما باشم هم در کنار مدرسه یک مشاور متخصص رو برای دخترم میگیرم که اون موارد رو یک مشاور در اختیار دختر من قرار بده و والدین اگر عشق به فرزندانشون بدن و دوستشون داشته باشن، این بزرگترین کاری که میتونن برای بچه هاشون بکنن و بقیه موارد رو هر ارگانی خودش انجام میده. توی ایرانه که هیچی سر جای خودش نیست و پدر مادر توی همه این موارد باید بیان و تصمیم گیری های غیر متخصصانه انجام بدن. ببخشید اگر پرگویی کردم، من مایک رو رها میکنم. خانم محمودی مرسی، واقعا یه قسمت از صحبتتون خیلی ارزشمند بود و اینکه ما باید مشاور خوبی باشیم برای عزیزانمون، مشاور خوبی باشیم برای خانواده هامون. آقا یه حس غریزی هستش که تمام آدم های دنیا وجود داره، یعنی اگه نداشته باشه باید خانم محمودی من عذرخواهی میکنم، من یه کوچولو صحبت کنم و حتما صحبت شما بزرگوار رو میشنویم. 100% ما باید مشاور خوبی باشیم. 100% من با شما موافقم. من اگه بخوام چی میگم چکشی به اصطلاح، چکشی با بچه خودم، من بچه خودم رو مثال زدم، بخوام برخورد کنم، خب همون جوری که من سر پدر مادرم رو خیلی راحت بهتون میگم کلا گذاشتم، اون 100 برابر قشنگتر سر من کلا میذاره. پس خیلی قشنگتره من بیام با شفیق باشم. خیلی خوبه ما با خانوادهمون دوست باشیم. میخواد کاری انجام بده بیاد به ما بگه، نره به دوستش بگه. راه نمای خوبی باید براش باشیم، یعنی بهش راه و روش یاد بدیم، انتخاب درست رو بهش یاد بدیم. نگیم که نه تو چرا باید با یه پسر صحبت کنیم، تو چرا میری لب دریا مثلا با دوستت، حالا دیگه هممون میدونیم دیگه همشون بچه هم به قول معروفش میگن همشون راحت میگردن. نه تو نباید بری کنار دریا چون که حالا 4 تا پسر هستم، نه برو با دوستاتم اوکی باش، خیلی بگید بخندید، ولی حواستون به خودتون باشه، مشاور خوبی باشید، راه نمای خوبی باشید، چکشی برخورد نکنید. مرسی خانم محمودی، واقعا صحبتتون خیلی ارزنده بودش و متشکرم. خانم مهدی در خدمتتون هستیم، صحبت شما رو میشنویم. ببخشید من یه مقداری صحبت زیاد کردم. درود مجدد، من سپاسگزاری میکنم از صحبتاتون. من راستش دستم آوردم پایین، خانم محمودی کامل و شفاف همه چی رو گفتن، زحمت کشیدن صحبت کردن. در رابطه با سوالی که شما فرمودید که ما باید این مواقع چیکار کنیم، متاسفانه حالا یا خوشبختانه نمیشه جلوی این نسل رو گرفت برای آگاهی و داناییشون و نمیشه انتظار داشت که این نسل مثل ما باشن. ما شاید حالا به خاطر تربیتی که خانواده‌مون پیش گرفته بودن و حالا اون جو جامعه‌مون، به هر حال خیلی جا حقمون ضایع شد، خیلی اذیت شدیم، خیلی استرس ها رو داشتیم توی زندگی و شاید خیلی جا بود که نمیتونستیم راه درست رو از غلط تشخیص بدیم و حتی میترسیدیم بازگوش کنیم و از خانواده بخوایم سوال کنیم. حالا من خودم رو مثال میزنم، ولی به نظر من بهترین مشاور خودمون هستیم که آگاهیمون رو بالا ببریم، چون این ارتباطی که ما با فرزند میتونیم داشته باشیم کس دیگه ای نمیتونه داشته باشه، و سعی کنیم که خودمون راه درست رو یادشون بدیم که تو مواقع انتخاب هیچ وقت به مشکل بر نخورن و بتونن به قول معروف همیشه راه درست رو برن و گلیم خودشون رو از آب
بکشن. من دیگه صحبتی ندارم. خیلی متشکرم که این وقت رو ببندید. زنده باشید خانم مهدی. واقعا واقعیتش هم همینه. ما باید کسانی باشیم که، یعنی اگر که خانوادم، من مثال رو اینجوری خدمتتون عرض کنم، کوچکترین واحد تشکیل دهنده یک جامعه خانواده هستش. اگر ما با خانوادهمون چی میگن به صورت خیلی تند برخورد کنیم، 100% نمیتونیم اون چیزی که، یعنی اون چیزی که ما آگاهی داریم، یه سری از دوستان ما، یه سری از عزیزان ما با توجه به خیلی از محدودیت هایی که دارن خب آگاه نیستن، بدون تعارف اصلا نمیدونن داستان چیه، تا ببینن که آقا یه مسیج از یه پسری، حالا یه آقایی، حالا یه دختری یه مسیجی گرفته، یا یه دختری به یه آقایی مسیج داده، سریع برمیدونن سرشو میبردن، یا زنگ میزنن به پسرمو، دخترمو، پسرخاله و اینا، میگن آقا بیا این نهایت فساد رو داره انجام میده. پس ماهایی که میدونیم داستان چیه، ماهایی که میدونیم به چه صورت رفتار کنیم، بیاین جامعه رو آگاه کنیم و یکی از هدفهای ما هم باید این باشه. و مرسی از صحبتهای شما، مرسی از صحبتهای خانم محمودی. دوستان بقیه عزیزانم، من خیلی خوشحال میشم که من بچه هایی میبینم که خیلی ماشاءالله فنی هستن و همشون خیلی تخصص دارن. ممنون میشم توی بحثا هم شرکت کنید و نظرات شما رو هم بشنوید. خانم بیژن در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خسته نباشید. ممنون آقای نوروزی. من با یه بخشی از صحبتاتون موافق هستم، اما با یه بخش دیگه یه اختلاف نظر دارم. اونم به این دلیل که اولی که من معتقدم من خودم به شخصه نسخه‌ای که برای خودم میپیچم به درد کسی دیگه نمیخوره. یعنی طبق تجربه‌ای که داشتم و تجربیات دیگران که دیدم، یعنی شاید یه سری مسائل، البته الان باز میکنم براتون چطور، شاید یه سری از مسائل یا یک سری راه‌ها یا یک سری اتفاقات برای من اون راه حل‌ها جوابگو باشه، اما ممکنه برای شخص شما اتفاقا باعث مشکل بشه براتون. و اینکه هر انسانی به هر حال باید به اون بود شخصیت، اون افکار و اون آدم و اون به هر چیزی که توی ذهنش میگرده یا اون ذاتی که داره هم نگاه بشه. اینو از این جهت میگم چون ما انسان ها از این لحاظ برابر نیستیم با هم دیگه، از لحاظ نوع فکر، شخصیت یا هر چیز دیگه برابر نیستیم. اما از لحاظ این که فرمودین پدر و مادر باید مشاور بچه باشن، باز اون رو هم به خاطر این عرض میکنم خدمتون که از نظر یه پدر مادر که علم این رو داشته باشن و شاید بشه به قول خانم محمودی بگیم از مشاورهای متخصص اونها هم مشاوره بگیرن، این کارساز هست. اما من مادر ممکنه خود من خطاها و اشتباهاتی داشته باشم، ممکنه ذهنیت من اون رو درست تشخیص بده و اون برای بچه من خوب نباشه. این مسئله خیلی مهمه. از این لحاظ من عرض کردم که یه کوچیک به قول معروف اختلاف نظر دارم به شما، فقط صرفا به خاطر که اگر پدر مادری باشن که اون اطلاعات لازم و درست رو داشته باشن و نه این که بگن این راه برای تو درسته، شاید چندین راه رو جلوی پای بچه بذارن و در نهایت حق انتخاب رو باز هم به اون بچه بدن. چون من فهم کنم همه انسان ها این حق رو دارن که تو زندگیشون زمین بخورن، بلندشن، خطا کنن یا کار رو درست انجام بدن تا اینجوری چرخه زندگی میچرخه. مرسی، ممنون از شما. زنده باشید خانم بیژنده. مرسی از شما که بحث ما شرکت کردید. ولی من یه سوال دارم از خدمت شما. ما بحث کودک رو داریم، بحث کسی که هنوز اطلاعات خاصی رو در رابطه با اون خیلی از داستانا نداره. خب دو تا حالت وجود داره، حالا حالت ایرانش رو میگم، حالت غیر ایرانش رو میگم. تو ایران میتونیم بگیم که، حالا نمیتونیم بگیم، ماها نمیگیم، تو ایران اتفاقاتی که داریم میبینیم اینه که آقا طرف میاد چی میگن تلفن طرفو میگیره،
موبایلش رو چک میکنه و هزار تا محدودیت دیگه‌ای که برای اون بچه، اصلا اون بچه نمیدونه داستان چیه. خب من اینجوری به خدمتتون بگم، اون بچه اصلا روحش خبر نداره، میگه آقا یه پسری، حالا یه دختر یا یه پسر، یه دختر، حالا پسر میگه که آقا یه دختری به من گفت سلام، من چیکار کنم؟ خب دو حالت داره، میتونیم بگیم که حالا یه خانواده میگه که آقا نه تو حق نداری این کارو انجام بدی، یه خانواده میگه که میتونی جواب سلامشو بدی، بابا باش دوست باشی، ما هم باش دوست باشی. این نیستش که مثلا حالا هر کی بهت گفت سلام، خب تو بیای بگی که نه این اتفاق افتاده، خیلی خوبه اطلاعات بدید به ما، خیلی خوبه به ماها بگید که چه اتفاقاتی تو زندگیتون داره میفته، چون بحث کودکه، بحث عدم آگاهی هستش. ولی خانواده هایی که آگاهی دارن وظیفشون چیه؟ مرسی، من در خدمتتون هستم. خانم سیم، صحبت شما رو میشنویم و دوستان مایک رو خودم ازتون بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید، یکی از بزرگترین معضلاتی که من فکر میکنم خانواده ها در واقع درگیرش هستند این مسئله است در مواجهه با بچه ها، که عموما پدر و مادرها بیشتر حتی در عصر امروز به دنبال این هستند که خواسته ها و تلاش های ناموفق خودشون رو در واقع به شکل دنباله دار تو بچه های خودشون جستجو کنن، حالا به عناوین مختلف، و سعی میکنن که یه کاوری روش بپوشونن به شکل اینکه من در واقع صلاح تو رو میخوام، و سمت و سو بدن، سوق بدن اون بچه رو حتی به اون سمت. ولی در واقع وقتی ریشه یابی میشه میبینه که اینها در واقع اون امیال و آرزوهای ناکامی هست که اون پدر و مادر در دوره جوانی و بلوغ خودش پشت سر گذاشته و بهش دست پیدا نکرده. این یک طرف قضیه. یک طرف قضیه هم این هستش که وقتی ما داریم در مورد یک بحثی به این مهمی و فراگیر صحبت میکنیم، واقعا چند درصد از پدر و مادرهای امروزی ما آپدیت هستند؟ ببینید، راه خیلی دوری نریم، ما الان اکثریت خانواده های ما حداقل دیگه لیسانس رو دارن، خیلی از خانواده ها حداقل یکی از والدین لیسانس رو داره. خب به هر حال یعنی یک در واقع اطلاعات مجملی هم که شده از نحوه آموزش با بچه یا به هر حال مسائل پیرامون رشد بچه در سنین مختلف رو از قسمت‌های مختلف به هر حال کسب میکنه، یاد میگیره. اما آیا این پدر و مادر با این سرعت وحشتناک دنیای مجازی، با این سرعت وحشتناک سوشیال مدیاهای مختلفی که الان وجود داره، آیا واقعا پدر و مادرای ما همسو هستند؟ نیستن. واقعیت اینه که نیستن، اکثریت همسو نیستن. یعنی هر چقدر هم نسل ما میخواد بدوه، پشت سر این بچه‌ای که داره تو این دنیا با این قدرت وحشتناک و فزاینده‌ای که دنیای مجازی داره و خوراک‌های مختلف فکری رو که داره به این بچه میده، ما نمیتونیم خودمون رو همسو بکنیم دقیقا با این بچه‌ها. اون وقت حالا این شکافی که این وسط به وجود میاد، این فاصله‌ای که این وسط به وجود میاد، میاد کم کم از یک طرف هم بچه خانواده ها کم کم به تک فرزندی روی آوردن، اون نحوه ارتباطگیری فرزندهای ما دچار مشکل شده، نحوه اون کانون خانواده گسترده‌ای که از قبل داشتیم به خانواده های محدودتر و کوچکتر تبدیل شدن. خیلی از بچه های ما دیگه الان لذت عمو داشتن، دایی داشتن، خاله و عمه داشتن رو اصلا درک نمی کنن، نمی فهمن که اینها یعنی چی. خب همه اینها داره یک بخشی از عواطف و اون احساسات کودک ما رو تحت شعاع خودش قرار میده.
نسل ما به شدت برحال یک سری حرمت هایی که بین ما ها وجود داشت، حالا یا به واسطه فرهنگ به ما رسیده بوده یا به واسطه نمیدونم حالا چه فرهنگ درست یا نادرستی که برحال به هر شکل یا تبعیض بوده یا غیر تبعیض بوده در حق ما ها اعمال می شد، ما ها با یک سری ویژگی ها و الگوهای رفتاری خاص خودمون بزرگ شدیم. یک سری چیزهایی که برای ما ها هنجار بوده یا حرمت به حساب می اومده اصلا امروزه دیگه اون معانی رو ندارن، چون بچه های ما اون واژه ها رو اصلا لمس نمی کنن، اصلا درکش نمی کنن. یعنی میخوام بگم حتی بعضی از مفاهیم به قدری عوض شدن که ما نمیتونیم جایگزینی برای برخی از مفاهیم برای بچه های ما داشته باشیم. به همین منظور وقتی تو یک مفهومی رو از دست میدی باید یک مفهوم جایگزینی داشته باشی که بتونه اون خلأ رو تو ذهن این بچه به لحاظ روانی پر بکنه. من چی میخوام از بچم بگیرم و جایگزین چی میخوام به بچم بدم؟ وقتی میام در مورد حالا هر قسمت از تربیت بچم صحبت میکنم، اگر قراره که بچم رو از چیزی باز بدارم یا منعش بکنم، باید یک چیز بهتری رو به اون بچه بدم که که مورد خوشایند اون بچه باشه، در این حال اون بچه بتونه باهاش ارتباط بگیره. خب اون وقت این وسط قطعا اگر من مادر یا پدری که همسو با این رشد فزاینده دنیای مجازی، با این رشد فزاینده علم و تکنولوژی پیش نریم، قطعا جا میمونیم و 100% نمیتونیم یک تربیت درستی رو داشته باشیم در قبال بچه هامون. بنابراین به نظر من مهمترین چیزی که میتونه در واقع به ما کمک بکنه در دنیای امروز برای بچه های ما که ما دچار هیچ گونه اختلالات شخصیتی حداقل برای بچه های خودمون رو شاهد نباشیم، این هستش که از بد و تولد بچم یا حتی قبل از به دنیا آمدن بچم، من پدر یا من مادر اونقدر خودم رو به لحاظ بلوغ فکری و بلوغ روانی به یک سطح بالایی از آمادگی برسونم که همسو بتونم بکنم خودم رو با این بچم، با رشد این بچم، و در هر دوره سنی بچم بتونم پاسخگوی یک سری سوالاتش باشم. و این 100% لازمش این هستش که خانواده، اون در واقع والدین، در واقع میزان اطلاعات خودشون، آگاهی خودشون رو بالا ببرن. در غیر این صورت هر چقدر هم ما بیایم صحبت بکنیم که چطور میتونیم بچه‌مون رو نجات بدیم، موفق نخواهیم بود. برای اینکه بچه من بعد از خانواده بلافاصله از همون کلاس ششمی که شما میفرمایید، بچه من از 12 سالگی 13 سالگی دیگه نقش والدین براش اهمیت چندانی نداره، نقش همسالان میاد جایگزین نقش والدین میشه. همسالان و گروه همسالان هستن که تأثیر مستقیم اون وقت روی بچه من خواهند گذاشت. بنابراین اگر تا اون سن من بچم رو به لحاظ روانی به یک امنیت خاطر و یک ثبات شخصیتی نرسونده باشم، قطعا بچه من دچار مشکلات خواهد شد و من پدر و مادر تازه باید شروع کنیم به حل معضلات بچه‌ام. ممنون از شما خانم نسیم. صحبت بنده هم در همین رابطه هست 100%. منی که پدر میشم، منی که مادر میشم، صرفه‌ای نیستش که اسمم پدر باشه یا مادر. منی که مسئولیت رو در قبال یه خانواده حالا اصلا عرض میکنم قبول میکنم، یه مسئولیت رو قبول میکنم، باید آپدیت باشم با بچم، باید آپدیت باشم با خانوادم، باید آپدیت باشم با اطلاعاتی که من دارم. وگرنه اگه بخوام 0-100 رفتار کنم که خب هیچه دیگه، کلن با توجه به اتفاقاتی که حالا تو ایران داره میفته ما 100% شاهد این هستیم توی جوامعی که حالا خارج از ایران داریم زندگی میکنیم. و البته ناگفته نمونه، ما خیلی از این داستانها رو توی خارج از اروپا هم داریم، ما بر هیچ کدوم از شما پوشیده نیستش. خیلی از اتفاقات بد و ناگوار رو ما برای خیلی از عزیزانمون، عزیزان خانواده های ایرانیمون توی خارج از اروپا داریم. مرسی از صحبت های خوبتون، در خدمتون هستیم. و لطفاً آقای خسرو ریماز زمانم اگه رعایت کنید که بنده یک دنیا ممنون میشم از شما. در خدمتتونم، بفرمایید. سلام عرض ادب خدمت همگی دوستان. ببخشید قبلای کامنت های دوستان یه
کامنت خیلی کوچیک داشتم و اینکه چون یه تجربهش نبگم شخصی ولی دیدم، اینکه خیلی از خانواده‌های سنتی تر که از جامعه ایرانی میان اروپا و بخصوص تو اون جامعه بسته‌تر و تاکید بنده رو کلمه سنتی تره، بخصوص تو اقلیت‌های دیگر مثل کرد، عرب، لور، بلوچ و اینا، خانواده‌هایی که تشریف میارن به اروپا یه بخشی از مشکلات بسیار بزرگ بچه‌ها که توی اروپا به دنیا میان اینه که جامعه با همون دید سنتی و بسته‌ای که تو ایران بوده تو جامعه ایران متأسفانه تو روابط دختر پسر یا فارغ از حتی بگم جنسیتی رو همون زوم و تاکید و فشار رو به بچه‌هایی که تو اروپا به دنیا میان میذارن و اینو من چون دیدم و یه تجربه از نزدیک بوده برای از دوستان، این یه بخشش هم فکر کنم لابلای کامنت دوستان جا موند. عرض دیگه ای ندارم. ممنون. مرسی از شما. دقیقا همینطوره. ما متاسفانه یک سری از تفکرات خودمون رو متاسفانه هنوزم همراه خودمون داریم و خب بابت خیلی اتفاقایی که همه شما در جریان هستین و اتفاقاتی که میفته و اینها همش بابت این هستش که ما متاسفانه هنوز افکاری که جمهوری اسلامی ایران تو ذهنمون خونده رو با خودمون، البته نه ماها چون که ما فعال حقوق بشر هستیم، 100% ذهنمون خیلی خیلی بازتر هستش، ولی متاسفانه عزیزانی که هنوز آگاهی ندارن و هنوز اطلاعات خاصی ندارن شاهد ناملایمتی هایی هستیم که توی زندگیشون اتفاق میفته. مرسی از شما خانم مهدیه بابت صحبت های بسیار جامعتون و اینکه حرفایی از شما شنیدیم که دوستان نظرات خودشون رو بدن و اینکه یه بحث خوبی رو در جلسه با همدیگه به اشتراک بذاریم. خانم اسماعیلی در خدمت شما هستیم در رابطه با علل خودکشی زنان و دختران ایرانی. صحبت شما رو میشنویم و در خدمتتونیم. بفرمایید. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی. 10 سپتامبر به منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به خودکشی و پیشگیری از آن، روز جهانی پیشگیری از خودکشی نام گرفته است. در 44 سال گذشته در دولت جمهوری اسلامی ایران خودکشی در ایران افزایش فوق‌العاده‌ای داشته و ایران دارای بالاترین نرخ خودکشی زنان در خاورمیانه می‌باشد. مدیر برنامه پیشگیری از خودکشی در وزارت بهداشت و درمان گفت خودکشی در حال افزایش است و هر سال بیش از 5% به آن افزوده می‌شود. استاد جامعه شناسی زهرا حضرتی در خرداد 95 در دانشکده علوم اجتماعی تهران گفته بود زنان ایرانی رتبه اول خودسوزی را در خاورمیانه دارند. 40% از خودکشی‌های کشور از طریق خودسوزی است. معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی مسعود قادری پاشا در یک نشست خبری اعلام کرد آمار خودکشی در سال 98 5143 نفر بوده که این تعداد نسبت به سال 97 بیش از 8% افزایش داشته است. از این تعداد 1517 مورد مربوط به زنان بوده است. وی همچنین در مورد روند سعودی خودکشی در ایران گفت روند سعودی در 10 سال گذشته برای حوزه‌های فرهنگی یک سنگ خطر جدی است. به طور متوسط در کل کشور در دو رنج سنی 25 تا 34 سال و 35 سال به بالا بیشترین اقدام به خودکشی صورت می‌گیرد. اما چند سالی است که در افراد زیر 17 سال هم اقدام به خودکشی مشاهده شده است. طبق آخرین آمار در کل کشور 212 نفر زیر 17 سال اقدام به خودکشی کردند. سعید مدنی محقق و جرمشناس میگوید میانگین نرخ خودکشی در جهان 8 نفر در هر 100 هزار نفر است. این میانگین در برخی از شهرهای ایران بسیار بالاتر است. به طور مثال میانگین نرخ خودکشی در مسجد سلیمان 2.27% و در کرمانشاه 2.26% می باشد. آمار خودکشی ها در ایران به طور کامل گزارش و اعلام نمی شود و آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی و یا سایر مراجع دولتی را باید یک حداقل محسوب نمود.
ایران سومین کشور جهان است که آمار خودکشی زنان افزایش چشمگیری داشته است و در حال پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است. رتبه های اول و دوم را در این زمینه کشورهای چین و هندوستان دارند. در کلیه کشورهای دنیا در برابر هر سه مرد که در اثر خودکشی می‌میرد، یک زن از این طریق جان خود را از دست می‌دهد. بررسی آمار خودکشی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این آمار در ایران رو به افزایش است. زنان بیش از 3 برابر مردان اقدام به از بین بردن خود می‌کنند. هر چند مرگ در اثر این اقدام در میان مردان بیشتر از زنان است. به عبارت دیگر، گرچه مردان کمتر از زنان دست به خودکشی می‌زنند، اما خودکشی واقعی بین آنها 3 برابر زنان است. کارشناسان افسردگی را به عنوان عامل اصلی خودکشی معرفی می‌کنند، اما در بعضی از استان‌های ایران اختلافات خانوادگی مهمترین عامل بیان می‌شود. این تحقیقات همچنین بیانگر افزایش خودکشی در میان جوانان است. تحقیقی که در بین 450 هزار دانشجو انجام گرفته نشان می‌دهد که 10% از پسران و 7% از دختران انگیزه خودکشی داشتند. آمار خودکشی در میان دانشجویان نیز رو به افزایش است. بررسی‌های استانی نشان می‌دهد که استان ایلام بالاترین آمار خودکشی و استان سمنان پایین‌ترین شاخص خودکشی موفق را به خود اختصاص داده است. در مورد خودکشی زنان در گزارش ملی خشونت علیه زنان که توسط نهاد ریاست جمهوری منتشر شده، آمده است که آمار خودکشی زنان در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان بسیار بالاتر از میزان کشوری آن است. رقم خودکشی زنان در استان‌هایی مثل تهران و سیستان و بلوچستان به زیر 10% می‌رسد، اما در 3 استان یاد شده این رقم به 36 تا 38% می‌رسد. بعد از 3 استان کوکیلوه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان، بوشهر و خوزستان بالاترین رقم خودکشی زنان را به خود اختصاص دادند. همچنین در ایران خودسوزی یکی از شایع‌ترین روش‌های خودکشی زنان است. خودسوزی به عنوان روشی برای خودکشی نوعی اعتراض و انتقام‌گیری از اطرافیان است که خشونت را اعمال کردند. فرد خود را در مقابل دیدگاه دیگران به آتش می‌کشد تا خشم خود را نسبت به خشونتی که علیه او اعمال شده نشان دهد. اما این رفتار به الگویی برای کودکان نیز تبدیل شده است. حتی کودکان 9 تا 12 ساله نیز خود را به آتش می‌کشند. هر ساله تعدادی از کودکان در بازی‌های خود با تقلید از آنچه در خیابان می‌بینند، یعنی خودسوزی، تن به آتش و در نهایت جان می‌سپارند. انتخاب خودسوزی برای پایان یک زندگی را اما شاید بتوان به عنوان دردناک‌ترین روش‌ها دانست. فردی که خود را به آتش می‌سپارد، سوخته شدن گوشت تن خود را تا چند ثانیه می‌چشد و اگر در این میان پشیمان شود، راه به جایی ندارد. اما در صورتی که فرد از این نوع مرگ رهایی یابد، هر بار به آینه نگاه کند، یادآور دردهای جسمی و روحیش خواهد بود. مسئله‌ای که شاید تا مرگ طبیعی نیز او را رها نکند. خودسوزی چنان دردناک است که حتی یکی از استادان دانشگاه علوم پزشکی ایلام پیشنهاد داده بود که زنان به جای خودسوزی گچ بخورند تا بسته شدن راه تنفسیشان بمیرند و درد کمتری را متحمل شوند. آمار مشخصی از میان خودسوزی در شهرهای مختلف ایران در دسترس نیست. مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران معتقدند که انتشار هرچه بیشتر اخبار مربوط به خودکشی و خودسوزی باعث شیوع بیشتر این امر در جامعه می شود. در حالی که عدم انتشار و پرداختن به این پدیده اجتماعی نه تنها آمار خودکشی و خودسوزی را کاهش نداده، بلکه طبق آمار خودکشی افزایش نیز داشته و شیوع آن را امروزه می توان در خودکشی‌های ملأ عام مشاهده کرد. اخباری از این دست که هر از گاهی منتشر می شوند. زنی خود را از بالای برج میلاد به پایین پرتاب کرد. زنی خود را جلوی مترو انداخت. زنی خود را از پل عابر پیاده حلق‌آویز کرد. دختری دانشجو با پریدن از ساختمانی بلند خود را کش یا زنی خود را شعله ور ساخت. استان ایلام دارای آمار بالای خودسوزی خصوصا در زنان است. از سوی دیگر بیمارستان‌ها نیز در مدارک خود عامل مرگ را ذکر نمی کنند. در بیشتر مواقع علل مرگ را سانحه ثبت می کنند، چرا که در صورت ثبت واقعیت آمار بسیار بالا می رود. دلیل مرگ هایی چون خودکشی، خودسوزی یا قتل ناموسی به عنوان سانحه ثبت می شود. متاسفانه همچنان سکوت خبری درباره خودکشی و خودسوزی وجود دارد، اما نمی توان جامعه را نادیده گرفت. این مسئله همچنان در جامعه ایران یک تابو شناخته می شود و افراد مختلف از ابراز دلیل واقعی مرگ اعضای خانواده خود سرباز می‌زنند. اما سکوت پیرامون خودکشی و خودسوزی عاملی مذهبی نیز دارد که در بسترهای مذهبی بیشتر خود را نشان می‌دهد. از دیدگاه اسلام که مذهب رسمی ایران و بخش بزرگی از جامعه است،
خودکشی یک گناه کبیره محسوب می شود که فرد جانباخته مورد بخشش خداوند قرار نخواهد گرفت. بسیاری نیز به شکل سنتی خودکشی را مساوی با آبروریزی می دانند. این دیدگاه باعث شده که خانواده ها نیز این سکوت را همراهی کرده و به آن دامن بزنند. سلمان بینا عضو شورای شهر دیشموک در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به اینکه دیشموک به عنوان شهر خودکشی و خودسوزی معرفی شده است گفت بیشتر افرادی که در چند سال گذشته در این منطقه اقدام به خودکشی کردند زن بودند و 35% از اقدام آنها موفق بوده است. دیشموک 23 هزار نفر جمعیت دارد که با اهالی آن با مشکلاتی چون فقر مالی، بیکاری، نبود آب سالم آشامیدنی و نبود مدرسه و خوابگاه‌های دختران زندگی می‌کنند. اهالی دیشموک از داشتن امکانات اولیه زندگی محرومند. زنان روستایی دیشموک برای تهیه آب شرب مجبورند چندین کیلومتر را با پای پیاده برای تهیه آب طی کنند که هنگام بازگشت دیگر رمقی برای دیگر کارهای منزل برایشان باقی نمی‌ماند. بیشتر دختران جوانی که در این منطقه اقدام به خودکشی می‌کنند ترک تحصیل کرده و بیکار هستند. تنها در عرض یک ماه 3 مورد خودکشی شامل 2 مرد و 1 دختر 11 ساله داشتند که در این منطقه اتفاق افتاده است. مهداد مشایخی استاد جامعه شناسی می‌گوید خودکشی یکی از آسیب‌های اجتماعی است که در جامعه زمانی که میزان آن بالا باشد حکایت از مشکلات ساختاری جدید در آن جامعه را دارد. در ایران با چند دسته خودکشی روبرو هستیم. در زمینه‌ای که به جامعه شناسی مربوط می‌شود و شرایط اجتماعی در آن دخیل است، آمار سن و خودکشی در ایران بالاست. نوع اول مسائل و آسیب‌های فرهنگی و فشارها و شرایط دشواری است که دولت جمهوری اسلامی ایران برای جوانان ایجاد کرده که در این سال‌ها تعدادی از جوانان را به سمت خودکشی و خودسوزی هدایت کرده است. نوع دوم در مورد زنان است، به خصوص دختران جوانی که تحت فشارهای اجتماعی خودکشی می‌کنند و دسته سوم مواردی که به فقر و ناامیدی مربوط است. البته فقر به تنهایی نمی‌تواند دلیل کافی برای اقدام به خودکشی باشد. در بسیاری از نقاط ایران و کشورهای مختلف جهان در طول تاریخ بخش عمده‌ای از مردم فقیر بودند، ولی به این دلیل خودکشی نمی‌شود. بنابراین در کنار فقر باید عوامل دیگری به صورت مکمل حضور داشته باشند که مهمترین آنها ناامیدی است. یعنی شما هم فقیر باشید و هم فکر کنید که قرار نیست تغییری در شرایط زندگیتان ایجاد شود. در مورد خودکشی‌هایی که عوامل اجتماعی در تشدید آن نقش دارند، مانند خودکشی‌های خانوادگی یا خودکشی زنان و جوانان، آسیب‌شناسان علاوه بر فقر و بی‌امیدی، بر از بین رفتن هنجارهای اجتماعی نیز تاکید دارند. کاوه مظفری پژوهشگر اجتماعی میگوید این نوع خودکشی ها در شرایط جامعه ایران که چشمانداز زیبایی برای ادامه راه وجود ندارد در مواقعی اتفاق میفتد که نابسامانی های اجتماعی به شدت زیاد میشود و مربوط است به فقر اقتصادی مردم. در چنین وضعی ارتباطات، تصویرها و امیدهای اجتماعی افراد جامعه و مفاهیمی که با آن خود را زنده نگه می‌داشتند و به همبستگی اجتماعی معروف است به یک بار فرو می‌ریزد، به طوری که برای آن فرد یا خانواده راهی به جز خودکشی باقی نمی‌ماند. این خودکشی‌ها شاخص‌های شناساندن جامعه است. ما و خلاف شعاری که سیاستمداران درجه اول کشور می‌دهند مبنی بر اینکه مشکلات اقتصادی وجود ندارد، تورم در تمام جهان وجود دارد و یا این جمله قصار که گفتند وضعیت از سال قبل بهتر شده است، این شاخص‌های خودکشی دلایل مطمئن نیست برای رد کردن ادعاهای پوچ سیاسی. برای اقدام به خودکشی آدم‌ها باید در یک سطح هیجانی مخصوصی قرار گیرند که امکانش را از نظر انرژی روانی و جسمی داشته باشند. کسانی که بسیار افسرده هستند آنقدر خطرناک نیستند، ولی ممکن است وقتی تحت درمان قرار بگیرند توانایی تحریزی لازم را برای خودکشی پیدا کنند. بنابراین خودکشی لزوماً این نیست که آدم‌ها در نهایت استیصال روانی قرار گیرند، بلکه برای انجام آن سطح هیجانی خاصی لازم است. افزون بر مسائل اجتماعی و اقتصادی، به گفته آسیب‌شناسان اختلالات روحی و روانی یکی دیگر از عوامل خودکشی در میان افراد جامعه است. در ایران به گفته مسئولان وزارت بهداشت افسردگی شایع‌ترین اختلال روانی است و آنها خودکشی را پس از حوادث قلبی و اعتیاد در رتبه سوم قرار دادند. دو دختر نوجوان در شهر سقز زندگی خود را به پایان رساندند. اولین دختر در سن 16 سالگی پای سفره عقد نشست. او شدیداً با این ازدواج مخالف بود و می گفت آمادگی ازدواج را ندارد و می خواهد برای زندگیش تصمیم بگیرد، تحصیل کند و در جامعه رشد کند و هر وقت که خودش می‌خواد با فردی که صلاح می‌داند ازدواج کند.
او هم میخواست مانند هر انسانی از حق خود برای انتخاب مسیر زندگیش استفاده کند. او حتی تهدید کرده بود که در صورت ازدواج با این فرد دست به خودکشی میزند. هیچ کس اما به تهدیدها و مخالفتهای دختر نوجوان اهمیت نداد. بزرگترها نهایتاً تصمیمشان را برای زندگی دخترشون 10 ساله گرفتند و او را با اجبار راهی خانه همسر کردند. و داماد اما بدتر از خانواده او را تحت فشار میگذارد و رفتار خوبی ندارد. دختر بار دیگر اعلام میکند نمیتواند به این زندگی ادامه دهد، اما گوش شنوایی نیست. یک ماه کابوسوار بر دختر میگذارد و در نهایت به شاه آنقدر زیاد میشود که تصمیمش را میگیرد میان مرگ و زندگی تحت فشار و تضییع حداقلی ترین حقوقش مرگ را انتخاب میکند. ساعتی بعد جسد حلق‌آویز شده دختر 16 ساله فریادی میشود بر سر خانواده‌ای که او را درک نکردند. 2 روز بعد از این اتفاق دختر سقزی دیگری زندگیش را به پایان میرساند. مرگ خودخواسته در سکوت نوجوان 17 ساله را راهی خانه ابدیش میکند. میگویند علت خودکشی دختر نوجوان مشخص نیست. برخی میگویند اختلاف با خانواده، برخی میگویند نامزدی اجباری. به هر روی این دختر نیز مرگ به شدت جانفرسا را برای خود انتخاب میکند که ریشه آن را باید در اختلاف شدید میان او و خانواده‌اش جستجو کرد. این موارد نه اولین موارد خودکشی به دلیل کودک همسری است و نه آخرین. با ادامه روند کنونی آخری آن نیز نخواهد بود. 2 دختر بچه به فاصله تقریبا 1 ماه به دلیل کودک همسری دست به خودسوزی و خودکشی زدند. آنها نیز ازدواج زودرس و بدون حق انتخاب را نمی‌خواستند. با ادامه شرایط کنونی و عدم تناسب قوانین با نیازهای انسان امروز از یک سو و با توجه به آگاهی نوجوانان و دختران امروز به حقوق خود و آرزوهایی که هر یک برای آینده خود دارند، تعداد این خودکشی‌ها افزایش می‌یابد. در مشکین شهر مادری 34 ساله و دختر 17 ساله او با خوردن قرص فسفید آهن معروف به قرص برنج خودکشی کردند. این مادر و دختر در فقر کامل زندگی می‌کردند و فقر دلیل خودکشی آنها بود. 1 دختر 12 ساله ایلامی با هویت نامعلوم به علت فقر اقتصادی و معیشتی به شیوه حلق‌آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. 1 زن در مشهد به دلیل فقر و تنگدستی از طریق حلق‌آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. 1 زن اهل مهاباد با نام فرزانه معاملی به دلیل فقر و اختلافات خانوادگی اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد. 1 دختر 11 ساله به نام زینب در یکی از مناطق به شدت محروم استان ایلام به علت فقر مالی دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد. مادری در شیراز دختر و پسر 8 و 12 ساله خود را کشت و سپس به زندگی خود پایان داد. این اقدام ناشی از مشکلات مالی، روحی و روانی بوده است. با امید بر اینکه زنان و دختران عزیز کشورمان بیش از این تحت مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی نباشند و خودکشی را به عنوان آخرین راه انتخاب نکنند. سپاس از اینکه سخنرانی من رو گوش دادیم. من رو رها می‌کنم. ممنون از شما خانم اسماعیلی. واقعیتش من موندم در رابطه با اطلاعاتی که شما دادین چی باید بگیم؟ دوستان میدونید خودکشی، تصمیم به خودکشی، خب یکی از سخت‌ترین تصمیماتی هستش که یک آدم برای خودش داره میگیره و ببینید اون آدم به چه نتیجه‌ای رسیده، ببینید اون آدم به چه فشار و چه حدی رسیده که پایان دادن به زندگی خودش رو ترجیح میده به زندگی که حالا به هر دلیلی داره ادامه میده. 100% عزیزان ما توی کمیته ورزش به این موضوع اشراف دارن و 100% صحبت میکنن. بعد از گذشت اندی از خودسوزی دختر آبی، در حالا با توجه به خبر خوبم که هستش، زنان ما تونستن، عزیزان ما تونستن، توی خانم‌های ما تونستن توی استادیوم‌ها حضور داشته باشن، یعنی ما استادیوم آزادی خودمون، ولی صحبت از دختر آبی شدش. پس این فراموش نشده. یکی از کارهایی که ما داریم توی کانون انجام میدیم اینه که آقا فراموشکار نباشیم. فراموشکار در تمامی زمینه ها، حالا
کشتی سانچی متروپول ایکس ایگره. ولی من از شما این سوال رو دارم، ببینید به چه حدی میرسن که خودکشی اتفاق میفته. خانم اسماعیلی اعلام کردن یک سری از خودکشی ها در ایران، کردستان و خوزستان خیلی بیشتر داره اتفاق میفته. دلیلش چی هستش؟ چه اتفاقاتی میفته تو این قسمت های از ایران که این عزیزان، این هموطن های ما پایان دادن به زندگی خودشون رو ترجیح میدن به نوع زندگی که در حال حاضر دارن انجام میدن؟ نمیدونم چی باید بگم، واقعا زبان قاصر از گفتن یه سری از کلمات. خانم سیمین در خدمت شما هستیم، صحبتتون رو میشنویم، بفرمایید. خیلی تشکر میکنم از خانم اسماعیلی بابت اطلاعات خیلی خوب آماری که دادند. اگر که در این زمینه دارم ورود میکنم، صرفا به جهت این هست که سالها این قضیه رو دنبال کردم، خودم به عنوان یکی از کسایی که درگیر بودم با این قضیه از نزدیک. به خاطر همین مهمترین چیزی که در واقع خودم بهش رسیدم این نکته است که این پدیده به عنوان یک پدیده روانشناسی که فوق العاده میشه در موردش صحبت کرد، از زوایای خیلی خیلی زیاد، از حوزه های مختلف فرهنگی میشه بهش ورود کرد و بررسیش کرد. اون چیزی که به طور خیلی خلاصه و عبوری بشه ازش رد شد این هست که نوع خودکشی در جوامع ما با جوامع غربی بسیار متفاوت هست، به خصوص حالا مشخصا تو جامعه ما با اون چیزی که ما در غرب میبینیم خودکشی ها خیلی متفاوت هستند. افرادی که در غرب عموماً به خودکشی روی میارن افرادی هستند که به یک پوچی میرسن از زندگی، یک در واقع بی هدفی رو در زندگی بهش میرسن. اما دقیقاً برعکس توی جوامع ما اون پوچیه نیست، فرد از شدت نداشتن، از شدت نرسیدن هاست که به یک نقطه‌ای میرسه که بخواد به زندگی خودش رو پایان بده. متاسفانه به من این آمار خودکشی که توی به هر حال استانها داره اعلام میشه 100% خب بله واقعی نیستن. من چندین سال توی ایلام زندگی کردم و اون سالهایی که توی ایلام بودم روزانه شاهد خودسوزی های زنان ایلامیمون بودم و بیشترین چیزی که در جامعه ما داره در مورد زنان متاسفانه اتفاق میفته مسائل عاطفی هست، یا مسائلی که به یک شکلی به مسائلی که تحت لفظ کلمه ناموسی داره قرار میگیره در واقع این خودکشی ها رو دامن میزنه. زنان ما حالا یا به عناوین مختلف، برمیگردیم به همون دو سه تا در واقع صحبت هایی که قبل از این داشتیم، چه اونایی که کودک همسری بودن، ازدواج های زودرس دارن، چه اونایی که دارای تربیت های نامناسب هستن در خانواده ها، یعنی یک بستر فرهنگی مناسب رو تو خونه ندارن برای ارتباط مناسب با بچه ها، و در واقع اون باورهای غلطی که داره شکل میگیره، نگاه‌ها و سنت‌های غلطی که در خانواده‌ها داره شکل میگیره، اونهاست که یک فرد رو خیلی راحت به مرز خودکشی میرسونه. بعد برعکس این چیزی که الان شما فرمودید جناب نوروزی، این که یک مادر رو به کجا میرسونه که یک دفعه تصمیم میگیره علاوه بر اینکه به زندگی خودش پایان بده، به زندگی بچه‌ش رو هم پایان بده. اتفاقا میخوام بگم که متاسفانه افرادی که خودکشی میکنن، به خصوص اون افرادی که حالا از اون دسته افرادی باشن که دارای افسردگی هستن، و افسردگی هم خب خیلی هم خودمون اکثرا همه میدونیم افسردگی زمینه های مختلف داره، درجات مختلف داره، و خیلی وقتها حتی فردی که داره خودکشی میکنه یک ساعت پیش ممکن از یک پارتی برگشته باشه، اومده باشه تو خونه، کاملا شاد باشه، اصلا هیچ کس تصور نکنه که بخواد یه همچین اقدامی رو بکنه. و اون زمینه ها و علل مختلف روانی که به هر حال فرد
داره در یک آن میتونه اون فرد رو بدون اینکه اصلا به هیچ جا جنبه از زندگی بخواد نگاه کنه بتونه این اقدام رو انجام بده. در مورد کودکان چیزی که به ذهن من میاد متاسفانه برداشت شخصی من هست این فقط و فقط دنیای مجازیه. ما کودکان ما متاسفانه هر چقدر که از فضای در واقع سیستم آموزشی که به حالا به واسطه انیمیشن ها، کارتون ها، بازی ها، در واقع هر چقدر از اون بازی های گروهی، نمیدونم انیمیشن هایی که روابط انسانی در اونها خیلی محترم شمرده میشد، فاصله میگیرن، میان به سمت بازی ها و دنیایی که پر از خشونت، پر از درگیری هست روی میارن. اینها یا همین بازی هایی که چند وقت پیش بود، نهنگ آبی، مومو، تمام این بازی هایی که به این شکل بچه ها رو داره آموزش میده که تو چطور خودکشی کنی و حتی جایزه میاد میذاره براشون و خب بچه ندونسته واقعا درگیر این اتفاقات میشه و میبینیم بچه 11 ساله میاد به خاطر یه بازی کامپیوتری خودکشی میکنه. چندین نفر هستن مثلا به هر حال تو اخبار متعدد ما خیلی از خودکشی های بچه ها رو صرفا به خاطر بازی های کامپیوتری و دنیای مجازی هستیم که این باز برمیگرده به اون قسمت که ما پدر و مادرها در قبال بچه هامون چه مسئولیت سنگین تایی رو به عهده داریم. این چند تا نکته به ذهنم اومد که حالا در این قسمت بگم، به اضافه سلبریتی ها، به اضافه این که ما خیلی وقتها خودکشی ها رو در بسیاری از خواننده های معروف، هنرپیشه های معروف، نمیدونم افرادی که الگوهای بچه های ما هستند میبینیم و این الگو برداری برای بچه های ما متاسفانه الگو برداری های مناسبی نیست و خب پیامدهای زندگی اونها رو نمیدونن و خب خیلی ها به راحتی فکر میکنن که اولین اقدامی که میتونن داشته باشن اقدام به خودکشی. ممنون از اطلاعاتی که اعلام کردیم خانم سیمین. 100% من با شما موافق هستم. و وظیفه خانواده اینجا چی هستش؟ وظیفه یک خانواده در قبال یک اتفاقی که حالا ناخوشایند هست و من نمیگم فقط وظیفه خانواده، وظیفه دوستان، وظیفه فامیلی و کسانی که با اون شخص در ارتباط هستن چی هستش. آیا ما باید طرف مثلا بگه که آره من اینجوری هستم، فلان هستم، ال هستم، بل هستم، میخوام زندگی ما پایان بدم، تموم شده رفت؟ ما اینجا چی کاره هستیم؟ ما اینجا باید چه نقشی رو بازی کنیم؟ خیلی راحت باید بگذاریم و بگیم آره بابا این زندگی به درد نمیخوره، یا نه باید بیایم آگاهش کنیم، باید بیایم بهش بگیم که دختر، پسر، اعضای خانواده، حالا یا زن یا مرد، من کلیتشو در نظر میگیرم. درست صحبت خانم اسماعیلی در رابطه با خودکشی زنان و دختران ایرانی بود، ولی ما شاهد این هستیم که کارگران عزیزمون با توجه به فقر، با توجه به فقر میرن خودکشی میکنن. وظیفه من ناصر نوروزی چیه؟ وظیفه همه ما چیه اصلا؟ اینجوری خیلی راحت بگم. ما خیلی از یعنی خیلی راحت بخوام خدمتتون عرض کنم اینکه خیلی ها رو نمیشناسیم و خیلی ها رو میشناسیم، ولی با توجه به این که حالا یک سری از عزیزان رو میشناسیم و اون عزیزان ما کسان دیگه ای رو میشناسن، آیا نمیتونن روشنشون کنن؟ بگن آقا خودکشی راه آخر نیست، آگاه شو، تو حق زندگی داری، حق حیات داری. اگر برای تو این مشکل به وجود اومدش، این مشکل پایان راه نیست. آقا پایان راه نیست. چرا میخوای به زندگی پایان بدی؟ دوستان میدونید به چه صورته؟ یه زنجیره است دیگه. ما میتونیم این زنجیره رو گسترش بدیم، میتونیم این زنجیره رو قطعش کنیم.
میتونیم آگاهی رسانی کنیم، میتونیم بگیم آقا اصلا مهم هم نیستش. اگر به عنوان یه فعال حقوق بشر داریم کار میکنیم، وظیفه‌مون اینه که آگاه کنیم، وظیفه‌مون اینه که نذاریم این اتفاقات بیفته. باید از خودمون، خانوادهمون، دوستانمون، آشنایانمون شروع کنیم و تا زمانی که این کار رو انجام ندیم 100% یا من هم خیلی از خودکشی ها اتفاق افتاده، خیلی از چی میگن عزیزانمون رو از دست دادیم، هموطنان خودمون رو از دست دادیم، ولی من خیلی برای من حداقل جای نمیگم خوشحالی هستش، نمیدونم چه جمله ای رو به کار ببرم، اینکه با توجه به زحمات شما عزیزان ماها شاهد این هستیم که در کوچکترین فرصتی که اتفاق میفته هموطنای ما میان دادخواهی میکنن، هموطنان ما میان صحبت میکنن، شعار میدن. خب پس 100% میتونیم که به این نتیجه برسیم ما صحبتمون بی نتیجه نبوده تا الان. خانم اسماعیلی صحبت شما رو میشنویم و در ادامه خانم شاهسمنی بزرگوار رو صحبتشون رو میشنویم. با عرض سلام دوباره، در خصوص سوالی که پرسیدین که چرا در یک سری از استانهای کشورمون آمار خودکشی بالاتره، نه تنها آمار خودکشی، آمار کودک همسری، آمار قتل‌های ناموسی، آمار ناقص‌سازی زنان و از این قبیل موارد به شدت تفاوت چشمگیری داره نسبت به استانهای دیگه و علتش هم این هست که در یک سری از استانهای کشورمون ما قوانین خاص قبیله‌ای و عشیره‌ای رو داریم که کسانی که در قبایل یا عشیره‌های مختلف زندگی می‌کنن تماماً تحت حاکمیت و دستور رئیس اون قبیله یا اون عشیره هستن و اگر که رئیس اون قبیله یا عشیره به صورت مثال به یک آقای بگه که تو باید همسر خودت رو بکشی و تشخیص من این هست بدون هیچ دلیلی، اون شخص باید این کار رو انجام بده وگرنه خانواده‌اش رو قتل عام میکنن. متاسفانه ما این مشکلات رو داریم که هنوز یک سری از قبیله ها و عشیره های ما هستن که تحت قوانین خاص خودشون عمل میکنن و قوانین خودشون رو دارن و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن که قوانین مدرن جدید دنیای امروزی رو که با علم عجین شدن رو در نظر بگیرن. هر چقدر که در مورد ناقص‌سازی جنسی زنان صحبت میشه که میگن این کار درستی نیست، چون از نیاکان از صدها سال پیش رسیده میگن که نه، حرف کسانی هست که در گذشته این رو تشخیص دادن و متاسفانه هیچ عقیده‌ای به علم و علم مدرنیته امروزی ندارن. امیدوارم که واقعا این طرز دیدگاه عوض بشه که بیش از این شاهد این همه ظلم در حق زنان نباشیم. واقعا مرسی از اینکه فرصت رو به من دادید. مرسی از شما خانم اسماعیلی برای صحبت تکمیلیتون. میشنیم صحبت خانم شاهسمنی بزرگوار رو و در خدمتتون هست. سلام دارم خدمت همه همکاران عزیز. در خصوص افزایش ریت و آمار خودکشی که الان ما توی جامعهمون برای هم زنان و هم مردان، حتی بچه های زیر 15 سال آمار به شدت اینجوری که ما داریم هر روز اخبار رو میخونیم بالا رفته. خب دلیلش رو واقعا نمیتونیم بگیم که 100% به خاطر استفاده از کامپیوتر و بازی‌های کامپیوتریه، چون تعداد بچه‌هایی که توی روستاها دارن خودکشی می‌کنن خیلی بیشتر از بچه‌هایی که توی شهرها دارن خودکشی می‌کنن. من می‌خواستم اشاره بکنم به مشکلات اقتصادی، ولی نه فقط مشکلات اقتصادی. خب توی اکثر جوامع مشکلات اقتصادی ممکنه باشه،
ولی مشکلی که توی جامعه ما هست، هیچ امیدی به آینده نیست، هیچ امیدی به بهبودی توی سال آینده نیست. یعنی یه همچین دیدگاهی رو بچه ها، زنان، مردان دارن و با مشکلات اقتصادی میدونن که در آینده هیچی براشون بهتر نمیشه. تنها راه این میدونن که خودشون رو از بین ببرن. اینجا وظیفه دولته که بیاد یه اقدامی بکنه، واقعا مشکل اقتصادی رو برطرف کنه. چند وقت پیش ما شنیدیم، گفتن که حتی اگر پولی هم از حالا برجام دریافت کنیم، این انتظار رو نداشته باشید که سر سفره‌های مردم میاد یا شرایط اقتصادی مردم عوض میشه. یعنی پیشا پیش بازم در واقع مردم رو افسرده تر و ناامیدتر کردن. در واقع مشکل ما اینه که هیچ اقدام خاصی نمیشه. الان این همه داره خودکشی میشه، چطور وزارت بهداشت نمیاد از نظر آماری بررسی کنه؟ خب مسلمه که بررسی کنه مشخص میشه که مشکل کجاست و اینا نمیخوان مشکل رو حل کنن. همین، من میخواستم اشاره کنم که مردم واقعا هیچ امیدی به آینده ندارن، روز به روز افسرده تر میشن. فیلم اون پیرمردی که واقعا خودش رو انداخت زیر اتوبوس اصلا دردناکه، واقعا آدم افسرده میشه. خودش، یعنی من خودم اینجا ناراحت میشم از اینکه این اخبار رو میخونم که چه بلای سر ملتمون و ایران داره میاد. ممنونم از فرصتی که به من دادید. ممنون از شما خانم شاهسوانی و ما هم ممنون از شما هستیم. و خب خیلی از صحبت رو من نمیتونم بازش کنم به خاطر حالا ضیق وقتی که داریم و خب بر همه شما پوشیده نیستش اتفاقاتی که توی ایران داره میفته. مرسی از صحبتایی که داشتین و اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید. متاسفانه چرس کنم. خانم بیژندی، در خدمت شما هستیم با مبارزات زنان ایران و صحبتی شما رو میشنویم و در خدمت هستیم. بفرمایید. ممنونم آقای نوروزی، خسته نباشید. میگم خدمت همه همکاران عزیز، من فقط یه نکته رو بگم با اجازه حالا مسئول کمیته و جلسه، اگر که سخنرانی من طولانی شد اجازه بدین که من اینو تو دو بخش ارائهش بدم، چون واقعا حیفم میاد زمینه مبارزات زنان ایران هست در 4 دوره ریاست جمهوری که در ایران بوده و به نظر من واقعا حالا برای اون عزیزانی که علاقه دارن بدونن فکر کنم مطالب جالبی هست. من سعی میکنم که کوتاه‌تر سخنرانی کنم، اما اگر طولانی شد با اجازتون من اینو دو بخشش میکنم. بعد موضوع دیگه که میخواستم بگم، من در واقع توی این سخنرانی تفکیک نکردم مبارزات زنان ایرانی رو، یعنی ممکنه یک سری از مبارزات حتی مربوط به خانم‌های باشه که وابسته به حکومت هستن، این تفکیک نشده است. حالا و یک سری مسائلی هم اگر که عنوان میکنم در رفع مشکلات زنان در ایران نبوده، شاید در یک اندازه بگیم بهش مثلا امتیاز کوتاه کم دادن بیان بشه، نه اینکه بخوام تاکید کنم که و تایید کنم که این حقوق در مورد زنان اجرا شده. خب در واقع اگر شروعش رو بخوایم انجام بدیم برای مبارزات زنان به سالهای دوران سازندگی در واقع شروع کنم، یعنی از سال 1968 تا سال 76 که حالا اینو با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در کشور بوده صحبت میکنم در موردش. تو دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی دقیقا زمانی که افزایش درآمدهای نفتی بود و وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی رو به اجرا درآورد و اون موقع سیاست درهای باز اقتصادی یه بازبینی سیاست‌های غیر مدرن از جمله در مورد زنان رو الزامی می‌کرد.
حالا از طرف دیگه بعد از سرکوب‌های دهه 60 که با از بین رفتن سازمان‌های سیاسی به تبع اون سازمان‌های زنان، بعد یک دوره چند ساله نیروهای باقی مانده از این جریانات در واقع یه جون تازه گرفتن و به بازسازی و ترمیم خودشون پرداختن. حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی که به واسطه سرکوب‌ها، اخراج‌ها و پاکسازی‌های دهه 60 خیلی کاهش پیدا کرده بود، دوباره افزایش پیدا کرد و نرخ ثبت نام زنان و دختران و جوان توی کلیه مقاطع تحصیلی رشد چشمگیری داشت. اینجا زنان علاوه بر حضور هرچه بیشتر در عرصه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، سیاست‌های سنتی در مورد خودشون هم به چالش گرفتن و طرح مطالبات کردن. جنگ طولانی بین ایران و عراق گروه دیگه از زنان رو هم به عرصه عمومی و حالا متعاقباً به عرصه مبارزات جنسیتی کشون. زنانی که در پشت جبهه فعالیت میکردن تا پایان جنگ و با حاکمیت اسلامی در واقع احساس هم‌هویتی میکردن. با پایان جنگ بسیاری از سیاست‌های جاری در مورد زنان رو با حقوق انسانی خودشون در تناقض دیدن و به طرح مطالباتی در چارچوب باورهای خودشون پرداختن. بنابراین در این دوره نه تنها حضور بخش‌های مختلف زنان تو عرصه‌های عمومی افزایش پیدا کرده، بلکه زنان به نقد شرایط خودشون هم می‌پرداختن و خواستار بهبود شرایط و وضعیت خودشون بودن و رشد تحرکات و فعالیت زنان مزید بود بر سیاست‌های درهای باز اقتصادی که حالا بازبینی سیاست‌های سنتی به ویژه در مورد زنان رو الزامی می‌کرد. به همین دلیل توی دوره شاخص توسعه جنسیتی رشد چشمگیری داشت و تغییری در قوانین به نفع زنان صورت گرفت. این دقیقا همون نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون که این تأیید این قضیه نیست، فقط اون درصد کمی که میشه گفت بهش که یک قوانینی وضع شد تا حدودی به نفع زنان، هرچند که کاملا این قوانین اشتباه هست. حالا مصوبه هایی که استفاده شد، یکی معذوریت خدمتی در دوران بارداری بود، برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی بود، حمایت از زنان و دختران بی سرپرست و اصلاح مقررات مربوط به طلاق و محاسبه مهریه به نرخ روز، قانون قاضی مشاور و قانون سختی کار برای پرستاران و همسران جانبازان و احیای پلیس زن، حالا و غیره. حالا یه سری ایجاد دوره‌های آموزش مدیریت دولتی هم برای زنان و ورود زنان به دانشکده وزارت امور خارجه هم از اقداماتی بود که در سطح قوانین به نفع زنان صورت گرفت. اما به رغم حضور بیشتر زنان تو عرصه‌های فرهنگی و مطبوعاتی و افزایش تعداد مجلات و فصلنامه‌های زنان توسط گرایش‌های همسو با سیاست‌های کلی حاکمیت، محدودیتی که از اوایل قدرتگیری حاکمیت جدید بر روزنامه‌های زنان سکولار آغاز شده بود، همچنان با ابعاد گسترده تا محو کامل اونا ادامه پیدا کرد. تأسیس تشکل‌های زیست‌محیطی و خدماتی زنان و کودکان و یا تولد نهاد رابطین بهداشت برای کمک به زنان روستاها و شهرهای دورافتاده در وزارت بهداشت و شرکت زنان در مسابقات ورزشی بین‌المللی، از جمله از تأثیرات تعامل میان نهادهای مستقل زنان و زنان در دولت در این دوران بود. قبل از دوره سازندگی زنان حضور بسیار کمرنگی تو عرصه قدرت سیاسی داشتند که از جمله اون میتونیم فقط به تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی زنان در دهه 60 که حضور خانم منیره گرجی در مجلس خبرگان قانون اساسی بوده، حضور اعظم طالقانی و مرضیه حدیدچی دباغ هم در مجلس بود. در دوره سازندگی این حضور پررنگ‌تر شده که حالا از جمله شکل‌گیری دفتر امور زنان در ریاست جمهوری بوده که در واقع اولین تشکیلات اجرایی زنان در جمهوری اسلامی بوده. تا پایان دوره رفسنجانی این تشکیلات در اکثر دستگاه‌های اجرایی دفتر داشت و به مسائل زنان می‌پرداخت. از قوه قضاییه هم یک نماینده که دختر آیت الله یزدی بود در دفتر امور زنان حضور داشت که حالا به قول خانم حبیبی ثمره اون تصویب قوانینی به نفع زنان. احیای بخش پژوهش در حوزه زنان و طرح تهیه شناسنامه زنان
جهان با هدف آشنایی با وضعیت زنان در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره هم از دیگر اقدامات این تشکیلات بود. تعداد نمایندگان زن در مجلس این دوره هم افزایش پیدا کرده بود و به 14 کرسی رسیده بود. در دوره سازندگی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم به ایران آمده بود، اما وضعیت زنان ایرانی رو در گزارش خودش محکوم نکرده. شرکت زنان منتخب حاکمیت در کنفرانس جهانی زنان در پکن اولین حضور گروهی از زنان ایرانی در یک کنفرانس بین المللی در رابطه با زنان و احتمالاً تأثیراتی هم بر اندیشه این زنان در مورد حقوق جنسیتی داشته. پس از کسب قدرت، حکومت اسلامی برای تثبیت قدرت خود به حذف و سرکوب مخالفان از عرصه‌های سیاسی اجتماعی پرداخت و جنگ ایران و عراق از این بابت فرصت مناسب رو در اختیارش قرار داد. نیروهای مخالف، حالا ام از چپ، سکولار و حتی نیروهای اسلامی مخالف دولت در قدرت، در قدرت سرکوب و حذف شدن و بسیاری هم به خارج گریختن. مطبوعات، احزاب و تشکل‌های صنفی یا تعطیل شدن یا به دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت تبدیل شدن. بنابراین عرصه عمومی بسیار محدود شد. سازمان‌های نوپای زنان و مطالبات اونها که در دوره انتقالی قدرت رژیم اسلامی از طریق زنان چپگرا، لیبرال و دموکرات و ملی‌گرایان ایجاد شده بود، هم در دوره سرکوب به همراه سایر جریان‌های اجتماعی سرکوب و حذف شدند و جنبش زنان بار دیگر دچار افول شد. عواملی که باعث این افول شد هم سرنوشتی و وابستگی نظری تشکل‌های زنانه و مبارزات آنها به جریان‌های سیاسی اپوزیسیون از یک طرف، باعث فقدان گفتمان فمینیستی مستقل از ایدئولوژی های سیاسی سازمان ها و غالب بودن ایدئولوژی ها و اولویت مبارزه کلان بر کنش های جنسیتی در این جریانات زنانه بود. و از طرف دیگه باعث شد که به همراه سازمان های مادر سرکوب شده و یا متلاشی شوند و از طرف دیگر به حاشیه رانده شدن زنان فعال یا تنزل منزلت اجتماعی و حذف تدریجی آنها از عرصه عمومی توسط حکومت اسلامی که از طریق اعمال حجاب اجباری، پاکسازی زنان نخبه، رد صلاحیت قضات زن و مجبور کردن زنان کارمند به بازنشستگی پیش از موعد آغاز شد و تا تعطیلی نشریات زنان و محرومیت‌های تحصیلی دانشجویان مخالف حکومت پیش رفت. نقش زیادی از زنان را از عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حذف کرد و مجموعی عوامل باعث شد که نه فقط زنان فعال که بخش زیادی از کل زنان جامعه از صحنه جامعه خارج شده و تا سالها زنان فعالیت‌ها و مطالباتشان نامرئی شود، اما خروج اجباری زنان از عرصه‌های عمومی فرصتی ناگزیر برای بازاندیشی و بازنگری خود به ویژه برای زنان فعال بود. دوستان ببخشید من یکم توپق زیاد میزنم به خاطر اینکه خستم، دو تا جلسه پشت سر هم هستش و یکم چشمام خوب نمیبینه. تعالوس خواهی میکنم. در این دوره افول زنان مبارز فرصت مناسبی برای استقلال از سازمان‌ها یافتن که مسئله جنسیتی جز اولویت‌هاشون نبود و فرصت یافتن تفسیرهای فمینیستی برخواسته از پرسش‌های خود را کشف یا ابدا کنن. در واقع فرصتی بود برای ایجاد رویکردی انتقادی به گفتمان‌های مسلط مردانه. زنان هم از اسلامی، چپ و یا به طور عام سکولار در صدد تبیین خود و موقعیتشون برآمدن و مخاطب اصلی انتقادات خود را همان نظریاتی قرار دادن که قبلا از اون متأثر بودن. به عنوان مثال زنان مسلمان منتقد قدرت حاکم به نقد قوانین و محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی که سیاست مردان بر اونها تحمیل کرده بود پرداختن و گفتار انتقادی خود را در چارچوب مفاهیم درون دینی عرضه کردن. زنان چپ با نقد مکاتب مختلف و عملکرد مردسالارانه گروه‌های سیاسی چپ در چارچوب مفاهیم مارکسیستی گفتمان جدید برای خود اتخاذ کردند. زنان سکولار که حالا غیر مارکسیست و یا غیر مسلمان باشه، عموماً با رویکرد سکولار به نقد قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های حکومتی در چارچوب حقوق بشر بر اومدن و سعی کردن گفتمان ویژه خودشون توسعه بدن.
بنابراین در این دوره دست کم سه گفتمان در جنبش زنان به وجود اومد که حالا براتون توضیح دادم. اما در این مابین محافلی برای زنان هم به وجود اومد، یعنی زنان اومدن از طریق اون محافل یک در واقع شکلی دوباره به اون مبارزاتشون بدن در شکل گیریش. و حالا اولین انگیزه های شکل گیری محافل هم به این صورت بود بعد از جریان افول که حمایت از خانواده های زندانی سیاسی و خانواده های اعدام شده و رسیدگی به اونا تحت عنوان دوره های زنانه بود. این دوره ها کم کم تبدیل به یک سری محافلی شدن که در روند رشد خود با نگاه انتقادی به روابط جنسیتی در احزاب و سازمان های مادر و انتقاد به حاشیه بودن مسائل زنان در این سازمان ها و احزاب، حالا و اینجور گفته شده به فرودست بودن زنان توجه کردن و هدف اصلی خودشون رو جایگزین کردن آرمان‌های زنانه به جای آرمان سیاسی چپ یا تلفیق آرمان‌های زنانه با آرمان‌های چپ. بنابراین مسئله زنان در مرکز توجه محافل قرار گرفت. زنانی که از عرصه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی رانده شده بودند در روند فعالیت‌های محفلی هویت جمعی از دست رفته خودشون تجدید کردند و به تدریج به حساسیت و خودآگاهی جنسیتی دست یافتند. اما در تغییر سیاست‌های اما مسئله زنان به تدریج به موضوع اصلی فعالیت‌های محافل تبدیل شد. حالا این محافل به واسطه شرایط اختناق ارتباط بدون ارتباط با هم شکل گرفته بود که در اوایل دهه 70 به تدریج به وجود یکدیگر پی بردن و روابط بین المللی محفلی ایجاد کردن. آشنایی با محافل با یکدیگر به تدریج از طریق شرکت در مراسم بین محفلی 8 مارس بود و به تدریج و به موازات باز شدن فضا آمد و شد اعضای محافل به مراسم یکدیگر افزایش پیدا کرد و این محافل در طی زمان تنوع شکلی پیدا کردن و دچار تحولات ساختاری و موضوعی شدن که حالا در نیمه دوم 60 این محفل ها عمدتاً به صورت مراسم تفریحی یا جشنه فرهنگی هنری موقت بود، بعد به تدریج جمع های ثابت تری به شکل حالا اردوهای دوره فرهنگی یا تفریحی پدیدار شد که سرانجام در ابتدای دهه 70 فرم های تکامل یافته اون به صورت هسته‌های ثابت مطالعاتی پدیدار شد و این محفل نهادهای خودجوش غیر علنی عموماً تک جنسیتی و جنسیت محور بودن و هدف نهایی اون عموماً آگاه سازی زنان بود و خروجی خاصی هم به جز اعضای آگاه نداشتن. اما در تغییر سیاست‌های حاکم در دهه 70 هم یه تأثیر مستقیمی بر محتوا و چگونگی گسترش فعالیت‌ها این محافل وجود داشت که بنابراین فعالیت‌های اونها به دو دوره متفاوت تقسیم شد. یکی دوره اول زمان شکل‌گیری ابتدایی اونها پس از آروم شدن نسبی سرکوب‌ها و پایان یافتن جنگ از سال 64-65 تا اواخر سازندگی بود که به واسطه سرکوب شدید و شرایط جنگ کمترین ریسک رو تقبل می‌کردن و حالا عمده‌ترین چیزی هم که براشون مهم بود حفظ خود و تولید نوعی هویت جمعی مجدد بود. اما در دوره دوم پس از تغییرات، یعنی از سال 72 تا سال 77، اصلا میگم دوستان من چقدر دیگه زمان دارم میشه لطفا بگیم؟ خانم دیدن شما حدود 5 یا 6 دقیقه دیگه ما در خدمتون هست. خب بسیار عالی، پس من همین پاراگراف رو میخونم بعد دوره بعدی رو میزنم برای جلسه آینده. از سال 72 تا 77 فعالیت‌های منطقی تری حالا مداومتر و شکل علنی تر پیدا کرد. حالا مهمترینشون هم عامل پایداری و ارتباطگیری این محافل همچنان مراسم گرامی داشتن 8 مارس بود که توی دوره خیلی بیشتر شد.
تو این دوره همزمان به اطلاع جنبش‌های مردمی و طرح مطالبات بیشمار مردمی و عقب نشینی حاکمیت با پیدایش مطبوعات و نشر کتاب‌های فمینیستی یعنی سال 72 به بعد و ظهور تدریجی سازمان‌های غیر دولتی اونم از سال 74 به بعد روبرو هستیم. حالا این فضا ایجاد شده و تدریج بخشی از نسل برآمده از این محافل رو به نشر مطبوعات و کتاب‌ها و تأسیس سازمان‌های غیر دولتی سوق داد که هرچی فضا بازتر می‌شد محافل بیشتری در مراسم 8 مارس یکدیگر شرکت می‌کردن و در جریان فعالیت یکدیگر قرار می‌گرفتن. اما نگاه نظریه محافل به مسائل زنان و جنسیت عمیق‌تر می‌شد و در دوره دوم بود که همین آمد و شدها منجر به ایجاد روابط بین محفلی شد. خب پس من تا همینجا سخنرانیمو کوتاه میکنم که جلسه بعد هم بشه در موردش صحبت کنیم. مرسی که تا لحظه همراه بودیم. خانم بیزرندی مرسی از شما که این اطلاعات رو با ما درمیون گذاشتید و خب مبارزت زنان در ایران یه امری هستش که بر هیچ کدوم از ما پوشیده نیست و همین الان که من با شما صحبت میکنم خیلی از عزیزان ما در زندان ها هستن، خیلی از عزیزان ما با توجه به محدودیت های خودشون صداشون رو نمیتونن برسونن و این نه قضیه امروز هست نه دیروز هستش نه بگیم چند ماه پیش یا چند سال قبل. حداقل من اینو میتونم بگم که از دوران حتی قبل از انقلاب 57 زنان ما، عزیزان ما نقش بسزایی در حق طلبی خودشون داشتن و خب این بحث خیلی بحثی گسترده است و تشکر میکنم از شما خانم بیرژندی. و عزیزان اگر که صحبت خاصی در ادامه صحبت خانم بیرژندی نداریم ما بشنویم صحبت خانم فریده فراری رو در رابطه با کودک همسری. خانم فریده فراری اگر که تشریف داریم و صدای بنده رو میشنویم دستتون رو بالا کنید تا عزیزان ما مایک رو برای شما آزاد کنید. ادمینای محترم اگه یک کمکی به من بدید ممنون میشم. من خانم فرایی رو دستشون رو نمیرم، اگه شما میشناسیدشون لطف کنید که مایکشون رو آزاد کنید. خب مرسی. ما سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمام همکاران عزیز و گرامی. ابتدا کوتاه در خصوص کودک و حق انسانی وی صحبت میکنم. پیشبینی حقوق کودک در جامعه جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، سند 23 یونسکو و کنوانسیون حقوق کودک. نگاه دولت جمهوری اسلامی ایران به کودک. قانونی، شرعی، سیاسی، اجتماعی. قانونی، بر اساس تعهدی که دولت به کنوانسیون‌های بین‌المللی داده است، این تعریف پذیرفته شده است که کودک در فاصله سنی بین 0 تا قبل از 18 سالگی قرار دارند. از نظر قانون کار کشور، کودکانی که زیر سن 15 سالگی باشند، حق و هیچ کارفرمایی حق به کارگیری آنان را ندارد. از نظر قانون استخدام کشوری، افراد زیر 18 سال به دلیل قرار گرفتن در سن تحصیل و به تعبیری کودکی از اشتغال منع شده اند. از نظر قانونی و شرعی دختران در هر سنی بایستی حضور و یا اجازه رسمی پدر را داشته باشند. شرعی، از زاویه فقهی و شرعی افراد دختران زیر سن 9 سالگی و بین پسران زیر سن 14 سالگی قرار دارند و این رویکرد هنوز مبتنی بر تلقی سنتی از کودکی و نگرشی از آنان است. از نظر قانونی و شرعی دختران هر سنی بایستی حضور و یا اجازه رسمی پدر را داشته باشند.
سیاسی، از نظر سیاسی افراد زیر 16 سالگی به دلیل عدم بلوغ سنی و کودکسالی نمی توانند در انتخاب سیاسی کشور شرکت کرده و رأی دهند. باز هم سنی مشخص نشده کودکان برای امور نظامی چه در زمان جنگ و یا در زمانهای دیگر به مناطق جنگی جهاد حرمین اعزام می شوند. اجتماعی، از نظر قانون اجتماعی تنها فرزندان آن دست از بیمه شدگان می توانند از خدمات بیمه‌ای و درمانی بهره‌مند شوند که دختران تا سن 25 سالگی و پسران تا سن 18 سالگی به صورت مجرد در خانه پدری باشند. در نهایت از نظر آمارگیری کشور نیز افراد زیر سن 10 ساله کودک معرفی شده و در مورد وضعیت اشتغال افراد بالای 10 سال کودکان خارج شده است. مزلات و کمبودهایی که در ایران برای کودکان وجود دارد. 1. کودک و آموزش و پرورش، کودک و بهره‌کشی نظامی بسیجی، کودکان کار، کودکان بی‌هویت، اعمال خشونت و کودک آزاری. زشت‌ترین صورت آن صدور حکم اعدام و قصاص علیه این قشر می باشد. کودک همسری، معضل پدر تباری. حال به معضل کودک همسری نگاه کنیم. تعریف واژه کودک همسری: ازدواج کودکان نوعی ازدواج رسمی یا غیر رسمی است که کودک قبل از رسیدن به سن قانونی 18 سالگی وارد پیمان زناشویی می شود و به همه مسئولیت ها و مشکلات روبرو می شود. این موضوع هم برای پسر و هم برای دختر قابل تعریف است. ولی بیشتر این ازدواج‌ها برای دخترانی اتفاق می‌افته که با سن بسیار کم با مردان بزرگسال ازدواج می‌کنند. به طور مثال ازدواج دختر 9 ساله با مردی 50 ساله که در کشور ما متأسفانه از این موارد در جوامع سنتی بیشتر دیده می‌شوند. بر اساس مفاد پیماننامه جهانی حقوق کودک به کسی میگویند که سنش کمتر از 18 سال باشد. بین مواردی که حقوق کودک را زیر سوال میبرد و برای کودک بسیار مسئله وحشتناکی است، مهمترین مواردی که میتونیم یادآوری کنیم ازدواج. و به طور خلاصه کودک همسری به زوجی میگن که زوجین یا یکی از آنها زیر سن 18 سال باشه. ولی این تعاریف در سطح جهانی در پیمان نامه جهانی حقوق کودک در سال 1368 نوشته شده و در سازمان ملل به تصویب رسیده. و اما در ایران سن قانونی ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15 سال به بالاست که حتی خیلی از خانواده ها محدودیت سنی برای ازدواج فرزندشون ندارن. پدر هر سنی ممکنه فرزند خودش رو درگیر مسئله وحشتناک ازدواج بکنه. بر اساس آخرین تحول مربوط به اصلاح ماده 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران قبل از 13 سالگی و پسران قبل از 15 سالگی با اجازه و رعایت مصلحت آن از سوی دادگاه مجاز دانسته شده است. این قانون از سال 1381 وارد قوانین ایران شده که تا قبل از اون این تاییدیه به عهده ولی فرزند بود. آماری که از ازدواج‌های کودکان در این چند سال اخیر به دست اومده آمار بسیار تأسف‌باریه. در سال 91 از کل ازدواج‌های ثبت شده 9.4% ازدواج‌ها مربوط به دختران زیر 15 سال بوده. سال 95 به 6.5% رسیده که مجموع آن حدوداً 39,000 کودکه که بین سال 91 تا 95 200,000 دختر و پسر زیر 15 سال ازدواج کردند و در کل در این دهه اخیر آمار ازدواج ها به 400,000 کودک رسیده. بیشتر ازدواج ها متعلق به استان خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، استان سیستان و بلوچستان، استان خوزستان و بعد حومه تهران و شهرستان های دیگر. و اما عواملی که باعث ایجاد و افزایش این پدیده میشه، از مهمترین عوامل ارزش‌های سنتی و مذهبی در جهت حفظ آبروی خانوادگی در راستای پدرسالاری هستش که این مورد در گذشته بیشتر در جامعه و خانواده‌ها بیشتر دیده شده.
و فقر یکی دیگر از عواملش هست. خانواده ها معمولا برای ازدواج دخترانشون پولی بابت مهریه و شهریه مطالبه می کنن. خانم فرهاد، من فکر میکنم که مایکتون بستش. بله الان باز شد. بنابراین ازدواج دختر در سنین کودکی نه تنها از هزینه خانوار شامل هزینه تغذیه، تحصیل و پوشاک کم میکنه، بلکه سود و منفعت مادی و اقتصادی برای خانواده هم داره. خانواده داماد بهای عروس رو میپردازه، خانواده دختر در شرایط سخت اقتصادی از دختر به عنوان منبع درآمد استفاده میکنه. برخی از خانواده هم ازدواج زود هنگام فرزندشون رو راهکاری برای محافظت از خشونت جنسی در جامعه میدونن، در حالی که باید توجه داشت کودک همسری در بطن خودش پدیده ایست که با سطوح بالایی از خشونت‌های جنسی فیزیکی و احساسی همراه هستش. یکی دیگر از عوامل مهم دیگر فساد اخلاقی در جامعه هست که میتونیم مثال بزنیم. کودکانی که بدون ازدواج باردار میشن و خانواده برای حفظ آبروش و نداشتن حس شرمساری در جامعه کودک خودش رو مجبور به ازدواج میکنه، به جای اینکه فرزند خودش رو راهنمایی کنه و از مشکلات نجاتش بده، اون رو درگیر مسئله میکنه که مشکلاتش چند برابر بشه و خسارت جبران ناپذیر رو به بار میاره. خیلی از خانواده‌ها هم ترس از اینو دارن که کودکشون بزرگ بشه، وارد جامعه بشه و با جنس مخالف خود وارد رابطه بشه. به همین علت این خانواده ها قبل از اینکه عقل فرزندشون رشد کنه و تمایل اونها برای وارد شدن به جامعه رو به روز برسونه، اونا رو درگیر رابطه ازدواج میکنن تا خیالشون از بابت آینده فرزندشون راحت باشه. به طور مثال محرومیت از تحصیل، اعتیاد، مهاجرت در راستای کاهش بار اقتصادی، تأمین هزینه‌های ناشی از اعتیاد والدین، ضعف فرهنگی، بی‌سوادی و اختلالات روانی والدین، گاهن جنگ و بی‌ثباتی‌های اقتصادی می‌تواند از عوامل مهم دیگر در جهت ایجاد و افزایش کودک همسری باشه. در کل کودکی که ازدواج میکنه کودکش تباه میشه و جامعه باید برای دفاع از این کودکان کاری بکنه که متاسفانه در ایران همچین دفاع و حمایتی دیده نمیشه. زندگی متعادل برای هر فردی زندگی است که آن فرد تمام مراحل زندگی خود را گذرانده باشد و چشیده باشد، ولی کودکی که کودکی و جوانی نکرده باشد، زندگیش از حالت نرمال و ایدئال خارج شده و فرد سالمی به حساب نمیاد. این گونه افراد وقتی بزرگ میشن به جامعه ضررهای زیادی میزنن، چون میخوان انتقام خودشون و کمبودهایی رو که دارن از جامعه بگیرن. در خوشبینانه ترین حالت هم که کودک در زندگی و رفاه در زندگی از رفاه و آسایش نسبی برخوردار باشه، در کل شرایط نمیتونه ترجیحی باشه برای کودک همسری، چون مدرسه را ترک میکنه، آموزش لازم را دریافت نمیکنه، اصلا مفهوم مدیریت زندگی رو یاد نمیگیره و در این صورت هم اونا رشد نمیکنن و اونا با شخصیت های تکامل نایافته وارد جامعه میشن. در این پدیده حق کامل کودک از او گرفته میشه. در ابتدا که پدر و مادر برای فرزندشون همسر انتخاب میکنند و بعد از ازدواج تمام تصمیم گیری های کودک بر عهده همسرش هست و اون هیچ گونه اختیاری از خودش نداره. در این مورد ماده 2، 6، 8 و 19 نقض میشه، زیرا که عدم تبعیض و ارزش و کرامت انسانی و حق آزادی بیان در رابطه با کودک نقض شده. صدمه هایی که کودک در ازدواج میبینه و خسارت هایی که به جامعه وارد میکنه. کودکان وقتی بدون رشد عقلی و آمادگی روانی وارد رابطه ازدواج میشن، هم به حقوق کودکشون لطمه وارد میشه، هم با مشکلاتی روبرو میشن که اصلا قابل هضم براشون نیست. این ازدواج ها مشکلات فراوانی از بعد جسمانی، روانی و روحی برای کودک به وجود میاره.
متاسفانه هیچ گونه تلاشی از سوی نهادهای قانونگذار برای این بحران دیده نمیشه. شرایط اولیه ازدواج برخورداری از بلوغ فکری، جسمی، جنسی، عاطفی و اقتصادی. متاسفانه در این گونه ازدواج ها کودک مجبور هست تغییراتی بین کودکی تا بزرگسالی را در چند ساعت کوتاه طی کنه. او در مرحله اول یک زن خانه‌دار هستش و غیر از مسئولیت همسرداری بعد از مدتی مسئولیت مادر شدن را به گردن داره و او به اجبار باید با مسائلی که براش پیش میاد کنار بیاد. این مسائل و مسئولیت‌های دشوار زندگی برای یک انسان بالغ هم استرس‌زا هست، چه برسه به یک کودکی که اوج خوشحالی‌ها و ناراحتی‌هایش در یک کودک خلاصه میشه و هیچ چیز از مشکلات بزرگ زندگی را نمی‌دونه. و اینها در آینده کودکانی تربیت می‌کنند که استاندارد جامعه نیستند و خسارت‌های جبران ناپذیری را به بار می‌آورند. به این صورت است که زمینه‌های بروز افسردگی، خشم فروخورده، احساس ناکارآمدی و انزوا و به خطر افتادن سلامت روانی و روحی برای کودک ایجاد میشه. حتی باردار شدن در سنین کم نیز خطر بالای مرگ را برای کودکان مادر رقم میزند. زیرا هم ساختار بدنی آنها نیز توان باردار شدن را نداره و مشکل جدی برای رحم و لگن آنها پیش میاره و این کودکان در آینده تبدیل به انسانهای ناسالمی میشن و پیامدهای بسیار بدی برای جامعه به همراه دارن. موارد مثال فقدان سلامت روان مخصوصا در زنان جامعه، آسیبهای اجتماعی فراوان، طلاق، اعتیاد، بزهکاری و فقر فرهنگی را رواج میدهن. چون کودکی که ازدواج میکنه سراسر زندگیش پر از کینه و کمبود میشه و میل داره که کمبودهاش رو در جامعه جبران کنه و به این صورت جامعه از این گونه افراد دچار بحران و مشکل میشه. نتیجه گیری به نظر من جامعه، قانون، دولت، خانواده، بازار آزاد و در مجموع سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه مقصر و بانی ضایع کردن حق کودکان هستند. پیشنهادات و چه باید کرد برای آینده‌ای سالم در جامعه ایران و جهان باور دارم که خود باوری کودک و نوجوان، آگاهی خانواده و جامعه از کرامت انسانی کودک و اعلام همیشگی آن، معرفی روزهای جهانی، تغییر جدی در روش آموزش مدارس، تشکیل سازمان‌های غیر دولتی برای کمک و همراهی با کودکان، اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 1 و 2 همه آزاد و برابر به دنیا آمده اند، ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، کنوانسیون حقوق کودک با توجه ماده 2 که تعیین سن کودکی مجموعه مفاد حقوقی کنوانسیون حاکی است که 54 ماده قانونی آن در 3 زمینه قابل تمایز است. الف مفاد قانونی برای شناسایی حقوق اجتماعی کودکان برای حداقل استانداردهای بهداشتی، آموزشی، تأمین اجتماعی، مراقبت جسمانی، زندگی خانوادگی، بازی، سرگرمی، فرهنگ و اوقات فراغت. ب. مفاد حمایتی برای شناسایی حقوق کودکان برای امنیت آنان از تبعیض، سوء استفاده جسمی و جنسی، بهره کشی، سوء استفاده معیشتی، بی‌عدالتی و تضادها. پ. مفاد ناظر بر مشارکت کودکان در زمینه حقوق سیاسی و مدنی از قبیل داشتن نام و هویت، مورد مشورت و توجه قرار گرفتن، سلامت جسمانی، دستیابی به اطلاعات، آزادی بیان و اندیشه و چالشگری در تصمیم گیری درباره آنان.
و همچنین بند دوم از ماده 16 کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان، ازدواج کودک ممنوع. خواهان اجرایی شدن سند 23 یونسکو، مخصوصاً هدف اول ایجاد نظام حمایتی از فقرا، سرمایه گذاری برای فقر زدایی و حق دسترسی فقرا به منابع، هدف دوم تضمین دسترسی همه به ویژه نوزادان به غذای سالم و کافی و رفع سوء تغذیه، هدف پنجم ریشه‌کنی همه اقدامات زیانبار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختمه زنان هستیم. به امید روزی که هیچ کودکی از ازدواج نرنجد و خواهان ازدواج خانوم ها بدون اجازه پدر. خانم فرای، متشکرم از صحبت شما و خیلی ممنونم. با توجه به این که در آخر صحبتاتون در رابطه با سند 23 یونسکو هم سری نکات رو اعلام کردید و ذهن بنده و بقیه عزیزان رو باز هم معطوفش کردید به داستان اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند 23 یونسکو که تمامی صحبت‌های ما تو همین رابطه هستش. ولی دوستان ممنون، آقای نوروزی، خسته نباشید. مایک در اختیار شما قرار میدم. با اجازه. مرسی، متشکرم از شما. امروز ما صحبت داشتیم در رابطه با گزارش تحلیل نقض حقوق زنان، بررسی کنوانسیون رضایت ازدواج، علل خودکشی زنان و دختران ایرانی، مبارزات زنان ایران، کودک همسری. ولی خب همه اینا رو اگه بخوایم جمعش کنیم، همه اینا رو بخوایم بیاریم توی قالب، میرسیم به بحث آزادمون در رابطه با زنان و حقوق شهروندی، صحبتی که همه این داستانها رو در حیطه خودش میتونه پوشش بده. در رابطه با حق و حقوق میخواییم صحبت کنیم، در رابطه این که آقا یک خانم، یک بانو، یک عزیز ما توی جامعه خودش چه حقی داره، چه حقوقی داره و آیا این حقوق برابر هستش یا نه این حقوق خودش رو بالاتر میدونه و یا نه این حقوق خودش رو، نمیگم جامعه، نمیگم دولت، من اصلا به دولت و جامعه دولت کاری ندارم، خودش از نظر خودش دارم میگم، آیا حقوق زن بالاتر از حقوق مرده؟ آیا حقوق زن از نظر خودش باز هم پایین تر از حقوق مرده؟ چه جوریه؟ حق شهروندیش به چه صورت هستش؟ دوستان عزیز من، خیلی مطالب خوبی رو توی جلسه اعلام کردن، همه ما هم یه اخبار رو داریم یعنی دنبال میکنیم و بیشتر روشن میشیم با صحبتهای شما، ولی من میخوام توی این بحث آزاد هممون شرکت کنیم که حق شهروندی عزیزان ما کجا هستش؟ چقدر حق و حقوق داریم؟ در چه رابطه‌ای میتونیم صحبت کنیم؟ در چه رابطه‌ای؟ اگر که صحبت کنیم داریم نقض حقوق میکنیم و اینکه از بزرگوار خودمون جناب آقای شفایی، البته خانم شاه‌سوانی هم در خدمتون هستیم، با توجه به اینکه خیلی روک بگم، بنده به عنوان ناصر نوروزی همیشه حرف بزرگتر خودمون گوش کردم و 100% من ناصر نوروزی یه اطلاعات کوچیکی دارم با توجه به سنم و شما عزیزان و همچنین خب آقای شفایی که استاد ما هستن، خیلی صحبت‌های قشنگ‌تری رو میتونن روش بیان کنن، هم من هم شما و هم جامعه ایرانمون، عزیزانی که ما میتونیم بهشون اطلاع بدیم فکرشون روشن‌تر بشه. خانم شاه‌سوانی اگه اشتباه نکنم دست شما بالا بودش، من مایک رو براتون باز میکنم و صحبت‌های شما رو میشنویم، اگر که صحبت خاصی داره که نه خب در خدمتتون هست.
سلام مجدد میکنم. فکر کنم الان جناب آقای شفایی اگر صحبت دارن بفرمایید، من الان بعد از جناب شفایی صحبت میکنم. آقای شفایی میفرمایید که بفرمایید و ما در کلیت استفاده میکنیم از صحبت های عزیز بزرگوارمون آقای شفایی. در مورد حقوق شهروندی شما فرمودید، ما حقوق شهروندی رو که خود جمهوری اسلامی ایران سال 1395 در 22 بند با 120 ماده خودشون امضا کردن، توی این حقوق شهروندی برابری جنسیتی و برابری حقوق زن و مرد هم هست. همینطور ما اهداف 17 گانه یونسکو رو داریم که برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و کلن خب فمینیسم هم همین رو میگه، برابری جنسیتی، نه تقدم مرد به زن، نه تقدم زن به مرد. فقط خواستم همین رو بگم که برابری جنسیتی در تمام اشکالش و کنم حقوق بشر هم همین رو میگه. ممنون از فرصت که به من دید. منم با شما موافقم خانم شاه‌سوانی. ببینید برابری، بحث این که همه ما برابر هستیم، هیچ کدوم از ما حق و حقوق بالاتر از دیگری نداریم، ولی بیایم یه نگاهی کنیم به متاسفانه، من کلمه متاسفانه رو داخل پرانتز میارم، متاسفانه شما اشاره کردید به کلمه فمینیست. بله، کلمه فمینیست برای ما فعالین حقوق بشر، مایی که دغدغه حقوق بشر داریم، یعنی به عنوان برابری، و اصلا بحث قانون هم همینه دیگه. خب آقا ما با هم دیگه مساوی هستیم، ولی خب در جامعه به یک سری از تفکرها و فکرها فمینیست بودن به معنای این شکل گرفته که آقا زنان برتر از مردا هستن. کی این حق و حقوق رو بهشون داده؟ کی این اجازه رو داده؟ کی این اجازه رو به مرد داده؟ کی این اجازه رو به زن داده؟ که بالاتر از دیگری باشه. حق شهروندی در رابطش داریم صحبت میکنیم، یعنی حق برابری. هر چی که برای من هست، برای خانم شاه‌سوانی، برای خانم مرادی پور، برای خانم بیرزندی، برای خانم مهدی، برای خانم اسماعیلی، برای همه ما، برای محسن سبزیان، برای همه دوستان ما برابر هستش. چجوری میشه یه سری اطلاعات اشتباهی رو بخوایم؟ البته میگم اطلاعات اشتباهی که من دارم خدمتتون عرض میکنم، اطلاعاتی هستش که متاسفانه فمینیست بودن رو اشتباه گرفتن. فمینیست خوبه، بد نیست، من خودم رسما دارم میگم بد نیست، ولی نه اینکه بیایم مردو بکوبیم، نه اینکه بیایم آقا بگیم که چون که ما فمینیست هستیم فقط حقوق خانوما رو داریم بالا میگیریم. کی همچین حقی رو به ما داده؟ من در خدمتتون هستم. خانم که اشتباه نکنم خانم بیرزندی، بعدش خانم محمودی در خدمتتون. خانم بیرزندی بفرمایید. ممنونم آقای نوروزی که این فرصت دوباره به من دادین. من خیلی کوتاه عرض میکنم صحبتم رو. یه مثالی هست که میگن این خانه از پای بست بیرون است. در واقع قضیه حقوق شهروندی در مورد چه زنان چه مردان در کشور ما اصلا چیش رعایت میشه که ما حالا بخوایم به زنان به تنهایی اینجا بپردازیم، چون در کلیت اصلا حقوق شهروندی در ایران انجام نمیشه و حق و حقوق به هیچ کدوم داده نمیشه از هر چیزی که بخوایم در نظر بگیریم. اما در کمک کردن به رسیدن حقوق زنان حداقل تو یه سری از مسائل، من فکر میکنم که کمک آقایون در این قضیه خیلی مؤثر هستش، مخصوصا حالا در حجاب هستش یا یه سری از آزادی‌هایی که
در اون همون حقوق زنان بخوایم در نظر بگیریم، اگر از جانب آقایون هم حمایت بشه علاوه بر مطالبه گری بانوان، من فهم کنم که این خیلی زودتر به نتیجه میرسه و پیشرفت بهتری خواهد داشت. مرسی، ممنونم. منم ممنون از شما که این صحبت رو انجام دادید. و در رابطه با حجاب من یه مسئله خیلی بزرگی رو دارم، ولی اول میشنویم صحبت خانم محبوبی بزرگوار رو و در ادامه در خدمتتون هستم. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه همکاران عزیز. جسارت من رو ببخشید که دارم زودتر از آقای شفایی و بقیه همکارام که هم از لحاظ سابقه هم از لحاظ نظریه و با تجربه تر هستند صحبتم رو شروع میکنم. ببینید، وقتی که داریم در مورد حقوق شهروندی الان داریم صحبت میکنیم و تایتل هست زنان و حق شهروندی، ما اگه یه نگاهی به قوانین یعنی قانون اساسی که توی جامعه خودمون هست بندازیم و اگر نگاهی به عرف و سنت توی جامعه خودمون بندازیم و وضعیتی که زنان ما دارن و از صحبت‌های برگردیم به همون صحبت‌های ابتدایی خانم مرادی پور و بقیه دوستان ما که تحت همه این عناوین اومدن صحبت کردن که چطور داره حق و حقوق انسانی و ذاتی زنان در جامعه ما پایمال میشه، من فکر میکنم دیگه جایی برای این نمیمونه که ما بخوایم چیزی بهش اضافه کنیم. فقط یک نکته جناب نوروزی، چون من شخصا اون روزی هم که با من یک برخورد تند داشتید به خاطر کلمه فمینیسم و امروز هم کامنتی که برای خانم شاه‌سوندی گذاشتید و الان هم آقای شفایی اینجا حضور دارن، به عنوان فردی که خب سابقه همکاری من نسبت به بقیه دوستان کمتر هست، میخواستم این بگم که حالا من نمیدونم شما توی کدوم مکاتب بر اساس کدوم منابع خوندید که فمینیسم یعنی برتری زن بر من مرد، بر اساس پژوهشی که من خودم انجام دادم و فعالیت هایی که ما توی حوزه زنان داریم، ما این عنوان فمینیسم رو به معنای برابری حقوق زن و مرد میدونیم و به خاطر پایمال شدن زیاد حقوق زنان بیشتر به حق و حقوق زنان پرداخته میشه. مثلا توی پژوهشی که خود من انجام دادم که علمی هستش و کاملا به استناد از تاریخچه فمینیسم بوده، برچسب‌های جنسیتی و کلیشه‌های جنسیتی رو توی کتاب‌های درسی بررسی کردم و وقتی ما میرسیم به پیشینه تحقیقمون، شما به من گفتید اگر بگی فمینیسم مثل اینه که بگی من مجاهدین خلقم، ولی بر اساس پژوهش و بر اساس تحقیقاتی که من در مورد تاریخچه فمینیسم انجام دادم، اونجا ما فمینیسم اسلامی داریم، ما فمینیسم مارکسیسم داریم، فمینیسم لیبرال داریم و و و و الی آخر. خب و اون من خیلی منو تو فکر بود و بعدش هم خب برای من مهم اینه که فعال حقوق زنان باشم و محتوای کاری که انجام میدم برای من بسیار بسیار مهمه، برای اینکه تلاش کنیم برای اینکه به این برابری برسیم و همه مواردی که شما دارید صحبت میکنید من با تمام محتوای کلامی شما موافق هستم و خیلی دلم میخواد ببینم. و یه نکته دیگه هست، من این شما رو درک میکنم، میفهمم و خیلی قشنگ آقای نوروزی امروز شما بارها و بارها به ما گفتید یکی از وظایف ما این هستش که آگاهی رسانی کنیم و بیایم جامعه رو آگاه کنیم و من خیلی خوشحال میشم اگر که من میدونم بیرون از این اتاق و الان ما در کمیته زنان هستیم، کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر و یک کلمه‌ای که حالا تدریس میشه، ما یک رشته‌ای داریم به نام مطالعات زنان و هر منبعی که ما میخواییم بیاییم و در مورد حقوق زن و تاریخچه این باهاش روبرو بشیم این کلمه فمینیسم هست و ما نمیتونیم اون رو حذفش کنیم، به خصوص حالا منابع که همه به زبان اصلی بوده و باز اینها ترجمه شده. میخواستم اینجا با توجه به همین صحبت‌هایی که خود شما کردین بهتون بگم که توی جامعه ما حتی توی رسانه ها خیلی وقتها خود زنها، یعنی زنانی هم که فعال هستن توی حوزه زنان، خودداری میکنن از این که بخوان این نام رو روی خودشون بگذارن و من اینجا میخوام یک پرانتز باز کنم و اصلا نه با تعصب صحبت میکنم، نه نه، من واقعا کوچیک‌تر از همه شما
میخوام بیاموزم از شماها. چه اشکالی داره که ما این رو مثلا این مفهوم رو و این تعریف رو بیایم بگیم که خب همچین چیزی هست؟ یعنی ماها که هیچ کدوم رادیکال نیستیم و ماها فعال حقوق بشر هستیم و حالا این کلمه بخواب مثلا، یعنی من شراره اگر این رو به کار میبرم به واسطه اینه که درس این رو خوندم و توی مثلا اون بحث علمیه و کار تحقیقات علمی ما از این واژه استفاده شده. این رو دلم میخواست بگم و بهتونم بگم، حمله بر بی‌ادبی و جسارت هم نباشه جناب نوروزی، ولی این توی دلم بود و باید میگفتمش بهتون. و اون روز من واقعا شب تا صبح خیلی حالم بد و با خودم فکر میکردم شما که مدافع حقوق بشرید چطوری با اون لحن اونطوری من رو خطاب کردین و گفتید مثل اینی که بگی مجاهد، بگی من مجاهدین خلقم. ولی من تا اون موقع هر بار کلمه فمینیسم توی ذهنم میومد میگفتم خب برابری زن و مرد. خب مرسی از شما که صحبت رو داشتین و من یه خدمت شما عرض میکنم خانم محبودی، البته فقط من تو اون جلسه نبودم، خیلی از عزیزان ما بودم، بحث اصلا دوست ندارم دو طرفش کنم، ولی توی یکی از صحبت‌های شما تو اون جلسه این بودش که مسیح علی نژاد، درسته یا نه؟ اگه اشتباه میکنم شما بفرمایید که من اشتباه میکنم. و برمیگردم باز هم، اگر من خیلی رسما جلوی 25 نفر آدم، من تو زندگیم به کسی بی احترامی نکردم، توی زندگیم تا سن 41 ساله به کسی بی احترامی نکردم. برمیگردم به صحبت شما و همچنین اطلاعیه‌ای که شما برای بنده فرستاده بودید و خیلی دوست دارم اون اطلاعیه رو الان برای خیلی از دوستان بخونم، که خودم به شما گفتم شما رسما دارید مرد رو میکوبید. مگه مرد جدای این جامعه هستش؟ شما صحبتی که اون روز توی جلسه داشتین، ما لایو رو قطع کردیم، بنده با شما صحبت کردم و عزیزانمون، من خیلی دوست دارم ما اگر میخواییم صحبتی انجام بدیم، اول صحبتم توی بحث آزاد این بودش که آقا فمینیست رو به معنای واقعی کلمه فمینیست بدونیم، ولی اون چیزی که شما برای من فرستادید و من میتونم اینجا برای عزیزانمون اصلا بخونم، بگم آقا دوستان این متن رو ببینید، ببینید این متن بحث برابری هست یا نیست. خیلی راحت من اجازه بدین من بعد دو طرفش نمی کنیم. اول صحبت های محسن سبزیان رو گوش می کنیم، بعد خانم شاسبنی و بعد خانم اسماعیلی و بعد هم بازم به شما می رسیم. اجازه بدید من دفاع کنم از خودم. شما دارید در مورد متنی صحبت می کنید که هیچ کدوم از همکاران من نشنیدن و در یک کلمه به نام مسیح علی نژاد میارید. مسیح علی نژاد کنشگره که داره فعالیت میکنه. من 100% نیومدم بگم ایشون رو قبول دارم یا رد میکنم، ولی شخصی هستن که وجود دارن، وجود خارجی دارن و دارن یک سری فعالیت ها میکنن. یک، آقای نوروزی. دو، به من اجازه بدید که از خودم دفاع کنم. وقتی که من برای شما متنی رو فرستادم و توش از کلمه ساختار مرد سالارانه استفاده میکنم، این ساختار وقتی که در مورد یک ساختار صحبت میشه، یعنی کلماتی که من توی اون متن به کار برده بودم رو میخوام به شما بگم، اون به مرد یا زن بر نمیگرده. ما داریم در مورد ساختار قدرت صحبت میکنیم. شاید و اتفاق خاصی نیفتاد، یعنی شما گفتید و نهایتا من اتفاقا من اون متن برای شفایی میفرستم. ببخشید خانم محبودی، ببخشید من خواهش میکنم، این بحث های دو نفره است، ارتباطی به این جلسه فعلا نداره، در پایان میتونیم وقت برای این قضیه بذاریم. آقای نوروزی شما باید دقت کنید بحثای دو نفره رو شروع نکنید اصلا. شما مسئول جلسه هستید، جلسه رو باید مدیریت کنید، لازم نیست حتما جواب هر کسی رو بدید یا هر کسی هم لازم نیست جواب دیگری رو بده. الان یه بحثی مطرحه راجع به حقوق شهروندی در مورد زنان، راجع به اون داریم صحبت میکنیم. کلمه فمینیست هم گفته شده، منم نوشتم که فمینیست فقط و فقط مطلق برای برابریه. حالا هر کس هر برداشتی برای خودش داره، اون بس ارتباطی نداره. الان هم اجازه بدین جلسه ادامه پیدا کنه و حتما
سه دقیقه صحبت هر گوینده رو رعایت کنید. من دیدم تو جلسه سه دقیقه رعایت نمیشه، بیش از سه دقیقه صحبت میشه و این سخته برای بقیه، چون منی که میخوام حرف بزنم من یه بار 10 دقیقه بشینم مثلا صحبت آقای سبزیان رو گوش کنم و این درست نیست. و شما به عنوان مسئول جلسه و دیگر ادمینا باید حتما یادآوری کنن و زمان رو ببینن. من اصلا نمیدونم چرا نگاه نمیکنن ادمینا به نوشته ها. من الان نوشته گذاشتم و مجبور شدم تلفن کنم. الان کیا باید نوشته ها رو بخونه؟ من پیام گذاشتم لطفا زمان 3 دقیقه رو رعایت کنید. ولی کسی به کسی نیست و زمان داره از دست میره. من خواهش می‌کنم خانم عبودی اجازه بدید بعد راجبش صحبت میشه و بحث ادامه پیدا میکنه. من عذر میخوام وارد بی دلیل وارد جلسه شدم، ولی حیف بود این بحثا داشت اصلا مسیر داشت عوض میشد. بله مرسی از شما شفایی. بنده هم نظرم همینه. محسن جان صحبت شما رو میشنیم، در خدمتیم، بفرمایید. درود و عرض ادب. آقای شفایی شما دیرک برای من فرستادید، برای آل بعد بفرستیدش. الان فقط برای من میبینی، من فقط میبینم شما پیامتون. حال کنید همه ببینه، یعنی الان دوستان ندیدن نوشید شما. اب نداره، اوکی. نه فقط میگم که آره فقط برای من، یعنی من فقط دیدم خود همون گفتم. این در این مورد، در مورد صحبت های خانم محبودی هم من خدمت رو عرض کنم که حداقل چیزی که من یاد گرفتم توی این کانون اینی که ما به نام شخص کوچیکتر اینا نداریم. این شما آزادید که نظر خودتون رو کاملا بگید، یعنی هیچ فرقی نمیکنه که حالا من این شماید یا هر کی مثلا یه روز اینجا یا 10 روز اینجا یا 100 سال اینجا دو سال، هر چیزی که من یاد گرفتم هر کسی نظرش میفرام. این در این مورد فمینیست هم من کاملا موافق هستم که در همین صحبتی که البته آقای شفایی برای من فرستادن مستقیم که من صحبتشون هم اینجا چتشون هم نوشتم میخونم، فمینیست کاملا در جهت برابری حقوق و زن و مرد است و بعضی به اشتباه مفاهیم دیگری را اعلام میکنه. من کاملا با این صحبتم موافق هستم. فقط در مورد زنان و حقوق شهروندی فقط من میتونم دو تا کلمه بگم و اینکه بکنم کامل ادا بشه. زنان و حقوق شهروندی، خانم سپیده اگر اشتباه نکنم رشنو هستن یا رشنو، اگر حالا من اشتباه میگم منو صحیح کنید. همین دو تا کلمه، یعنی برای زنان و حقوق شهروندی به نظر من کفایت. یعنی تمام اتفاقایی که برای یک زن داره میفته، حالا در همه جنبه ها، کسی که به عنوان یک شخص، یک خانوم، یک انسان، هیچ حقوق شهروندی نداره، هیچ حق بیانی نداره، هیچ آزادی بیانی نداره، هیچ آزادی اینکه اعتقاد خودشو بگه، حرف خودشو بزنه نداره. اینکه شکنجهش میکنن، اینکه من عکسشون رو دیدم و بعد عکس اون اعتراف اجباری که ازشون گرفتم، اصلا شما میبینید شما یک انسانی که پر انرژی، پر نشاط، تبدیل شده به یک آدم بیروح، افسرده، داغون، از تو نابود اصلا، و از قصد اووردن که چشش، پلکش کبود شده، نشون بدن که آقا دفعه بعدی بیای با چمچین با ما طرف شید این بلا سراتون. یعنی چی؟ همین، من باز صحبتم رو کوتاه میکنم، صدقه بیشتر صحبت نکنم، همین دو کلمه. حالا من فامیلیشون رو دقیق نمیدونم، رشنو هست یا رشنو، من اصلاح کنید لطفا، ولی همین دو کلمه برای حقوق شهروندی و زنان به نظر من کفایت کنم، حداقل برای این تایمی که الان هست. در خصوص حقوق شهروندی، خب همونجوری که قبلا گفتم 22 مورد، واقعا وقتی نگاه میکنیم به این 22 مورد، نه در مورد مردان نه در مورد زنان هیچ کدومشو ما توی ایران نداریم. ولی فرقی که بین زن و مرد اینجا هست اینکه باز هم اگر بخوایم مقایسه کنیم، حقوق زنان بیشتر از مردان ازشون سلب میشه. یکی از این حقوق حق مالکیته. خب ما میبینیم که در ایران زن و مرد کنار هم کار میکنن، ولی آنچه که آخر نصیب زن میشه
کار بیشتر حتی توی خونه و حق مالکیت و مردان دارن. در مورد حق اشتغال میخواییم صحبت کنیم، باز هم با کار برابر مزد برابر نداریم، یعنی مزدی که برای یک کار برابر زن میگیره معمولا کمتره. یا مثلا خب حق اعتراض خب برای همه نیست، حق دادخواهی برای همه نیست، حق اقتصاد شفاف برای همه نیست، ولی حق آموزش رو اگه در نظر بگیریم بازم اینجا زنه که بیشتر لطمه میبینیم، مخصوصا توی روستاها. توی روستاها دختران روستایی واقعا حق آموزش برابر رو با پسران ندارن. خیلی از جاها دیگه از ابتدایی به بعد به دختران اجازه تحصیل نمیدن، یا راه دوره، میگن که خب برای دختر نمیتونه یه مسافتی رو بره، و یا اینکه اصلا والدینش اجازه نمیدن، میگن همون ابتدایی برات کافیه. بقیهش هم که حق کرامت و حق آزادی و حق سلامت و اینا هم که برای هر دو جنس نیست. ولی یه اشاره کوچیکی کنم به حق برابری. حتی توی کشورهای اروپایی وقتی یه پرسشنامه رو پر کردن، زنها توی کشورهای اروپایی خودشون خیلی دوست داشتن که برابری باشه، ولی حتی اینجا 60% احساس میکردن که حقوق برابر با مردا دارن. یعنی این مشکل رو حتی ما توی کشورهای پیشرفته هم داریم، ولی خب در کشورهای در حال توسعه مثل کشور خودمون وضع دیگه واقعا فاجعه باره. همونطوری که حالا همه میگن دولت و قوانین زن ستیزانه، واقعا این رو داریم ما. خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. من مایک رو رها میکنم. خیلی ممنون خانم شاهسوانی. من این حرف شما رو تایید میکنم. دوستان توجه داشته باشین، من تجربه خودم میخوام بگم. یه همکار خانم دارم، هم لول من هستش توی اداره که داریم با هم دیگه کار میکنیم، یعنی کاملا با هم دیگه هم لول هستیم. هیچ برتری نه من به ایشون دارم نه ایشون به من دارم. توی جامعه اروپایی داریم زندگی میکنیم، همچنان به اصطلاح برابر هستش. ولی اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، حتی تو همین جامعه حقوق من ناصر نوروزی از حقوق مالی دارم عرض میکنم خدمتتون، در تکمیل صحبتهای خانم شاهسوانی، حقوق لحاظ اقتصادی، حقوق من ناصر نوروزی از حقوق همکار من، هم لول من، هم چارت من تو اون سازمان، حقوق من بالاتره. من نفهمیدم چرا. اگر شما متوجه بشین، یعنی اگر شما بدونید چرا حقوق من بالاتر از اون خانم باید باشه، به منم بگید. یعنی من واقعا برام جای سواله، چون که من واقعا نمیدونم چرا من باید حقوقم بالاتر از این خانم باشه توی اداره‌ای که داریم با همدیگه توی یه لول سازمانی کار میکنیم. خانم آیلار اسماعیلی، میشنویم صحبت شما رو. مرسی. به نظر من یکی از مهمترین حقوقی که نسبت به بانوان توی کشورمون واقعا داره نادیده گرفته میشه، یکی حق آزادی هست، یکی حق برابری هست. که توی حق آزادی ما میتونیم به حق آزادی انتخاب واقعا اشاره کنیم، که این حق رو داشته باشن چه زنان چه مردان که از آزادی انتخاب برخوردار باشن، که بتونن به صورت خودمختار خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، از جانب افراد دیگه براشون تصمیم گرفته نشه. که متاسفانه طبق قوانینی که توی کشور ما وجود داره، تمامی ارگان‌ها و تمامی نهادها این اجازه رو دارن که بتونن برای بانوان واقعا تصمیم بگیرن، چه در ازای گرفتن حق حضانت فرزند، چه برای حق اجازه طلاق، که متاسفانه طبق اخباری که هست این حق طلاق گرفتن بسیار سختتر و سختتر شده نسبت به گذشته برای بانوان، و رسما دیگه چیزی به نام مهریه وجود نداره. من نمیگم مهریه خوبه یا بده، اما در هر صورت
یکی از حقایی که برای خانوما در نظر گرفته بودن داشتن مهریه بود که اون رو هم کلن دارن به صورت کامل نقضش میکنن که این حق هم دارن بر میدارن. حق دادن نفقه به زنی که طلاق گرفته و تمامی این موارد هستن که واقعا جای تأسف داره که شرایط به جای اینکه بهتر بشه متاسفانه روز به روز داره بدتر میشه. حتی در حال حاضر یه مادر نمیتونه انتخاب کنه که فرزند بیمار خودش رو میخواد به دنیا بیاره یا نمیخواد به دنیا بیاره. این اجازه رو هم از اون سلب کردن. اون لباسی رو که دلش بخواد میتونه بپوشه یا نمیتونه بپوشه. متاسفانه این مشکلات رو داریم. حتی ما نمیتونیم انتخاب کنیم که چجوری فکر کنیم، چجوری لباس بپوشیم، چجوری رفتار کنیم، اصلا چجوری زندگی کنیم. در اصل یک زندگی از قبل تعیین شده رو تحمیل میکنن، چه به زنان چه به مردان. مرسی از صحبتی که، مرسی از فرصت که در اختیار ما قرار دادید. بنده هم ممنونم از شما خانم اسماعیلی. با توجه به صحبتی که داشتین و من برای خودم یه سوالی پیش میاد اینجا، چرا نفقه، چرا حق تمکین، چرا مهریه، چرا ایکس، چرا ایگرگ؟ خیلی رسما میگم چرا تهدید؟ چون همه اینا باعث یه سری تهدید و جنگ و این داستان ها هستش دیگه. و چرا جوامع دیگه، حالا جوامع خارج از ایران، جوامع اروپایی، حالا جهان اول، حالا آمریکا، کانادا، چرا همچین داستانایی رو ندارن؟ چرا طرف به قول معروف میخواد جدا بشه، خب خیلی شیک و ترتمیز جدا میشه، هر چی که هستش حقوق برابر هستش، این مال تو، اینم مال تو، تمام شده رفت. چرا برای ما داره گروکشی داره میشه؟ خانم شاسبنی میشنویم صحبت‌های شما رو و در ادامه در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون که مجدداً این فرصت رو به من دادید. یه اشاره کوچولی کنم. شما فرمودید حقوق نابرابر از نظر حالا درآمدی، حقوق ماهیانه که مردان میگیرن بیشتره. این نه تنها در مورد حقوق هست، بلکه در مورد امکان کار پیدا کردن هم هست. وقتی شما اپلای میکنید برای کار، اگه مرد باشه خیلی بهتر میتونه یه کاری رو پیدا کنی تا زن باشه. یعنی اون کارفرماها بیشتر راغبن که مردا رو برای کار استخدام کنن. در مورد خصوص صحبتی که خانم آلار اسماعیلی کردن، واقعا خیلی تأسف آمیزه. یعنی هم حق این که قربالگری بچه را از والدین گرفتن، حالا والدینی که شاید ناقل بعضی از بیماری ها باشن، اصلا اجازه ای ندارن. حالا مادری که بالای سن 40 سال میخواد حامله بشه، حتما باید از نظر سندروم دام قربالگری بشه. یا همونطوری که یکی از عزیزانمون توی سخنرانیشون گفتن در مورد تالاسمی مینور، که اگر دو تا تالاسمی مینور دو تا باشه، یعنی هم پدر و مادر، خب احتمال اینکه بچه‌شون مبتلا به تالاسمی ماژور باشه خیلی زیاده. هم حق قربالگری رو گرفتن که حالا بچه با اختلالات متفاوتی به دنیا بیاد، هم از این طرف خب بیمه و خدمات درمانی درست حسابی به اون والدین نمیدن که بتونن از اون بچه مریضشون نگهداری کنن. الان خود این بچه‌هایی که مبتلا به اوتیسم هستن، والدینشون واقعا در رنج و عذابن. نه تنها اونا، خیلی از بیماری‌های دیگه، پول داروشون، پول حالا مشاوره های گرانباری که واقعا کمرشکنه برای والده. یعنی از هر نظر که بخوای نگاه کنی، نه قوانینشون عقلانیه نه رفتاراشون. خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. من مایک رو رها میکنم. ممنون از شما خانم شاسبنی. و یه مقداری من در رابطه بالا کار پیدا کردن و این داستان ها، شاید یه مقداری کوچیک نظرم با شما مخالف باشه، اونم حالا سری داستان های دیگه. ولی خب شاید آقای شهبازی در تکمیل صحبت های همه ما نکاتی رو عرض کنن که خب این مسئله برای منم بازتر بشه و منم به جواب سوالم برسم. آقای شهبازی در خدمتون هستیم. مرسی دوستان. البته هرچی من میگم که حتما درست نیست، خیالتون راحت باشه، منم نقطه نظرات خودم و یه خود از تجربیاتم میگم، بلا هر کسی دیدگاه خودشو برداشتای خودشو داره. من بحث جلسه‌تون راجع به حق شهروندی در خصوص زنان هست
من میخواستم بگم که اولا که ما انسان‌ها یک حق ذاتی داریم که این حق ذاتی وقتی انسان به دنیا میاد عملا برابری وجود داره، چون هممون نفس میکشیم، هممون میبینیم، هممون رشد میکنیم، هممون حرف میزنیم، هیچ موقع فاصله‌ای بین این دو موجودی که به صورت زن یا مرد به دنیا میاد فرقی وجود نداره و همه یکسان هستن. اینجا جامعه هستش که در واقع بایستی حقوق شهروندی این جماعت رو رعایت کنه، اما متاسفانه جوامع این حقوق شهروندی رعایت نمی کنن، بلافاصله میان یه فاصله ایجاد می کنن. فاصله میگن این زنه، این مرده، حالا اگر یه جنسیت دیگه هم هست جنسیت سوم، هر کدوم اینا رو میان عنوان می کنن. اینو کی عنوان میکنه؟ جامعه عنوان میکنه. کدوم جامعه؟ جامعه از خانواده شروع میشه تا محله الا ماشاءالله تا جامعه جهانی. اینه که این حق برابر یک حق ذاتی است و شهروند، حقوق شهروندی بایستی رعایت کنه. این در واقع یک قاعده است و نیازی هم به این نیست که استناد یا دلایل دیگری بیاریم بگیم چون این قدش بلند و قدش کوتاه، این توانه اینو در اون، اصلا ارتباطی نداره. یعنی وقتی انسان برابر به دنیا میاد و حقوق شهروندیش هم برابره، هیچ فرقی هم با هم نداره. اما یه مشکل وجود داره، مشکل اینه که جامعه جهانی متاسفانه مرد سالاره. من کاری فقط به ایران ندارم، جامعه جهانی مرد سالاره. شما اگه دقت کرده باشید قوانین، اصلا قوانین مذهبی دینی رو فقط مردان هستن. شما یه پیغمبر زن اعلام بکنید اصلا وجود داره؟ اصلا وجود نداره. 124 هزار تا پیغمبر، 100 تا پیغمبر، 10 تا پیغمبر، هر چی از همه مردن. اینه که این خودش یک حادثه است، یعنی متوجه میشید جامعه چطوره میره جلو. شما یک تاریخ دان زن به من بگید، نیست. شما یک سلسله‌ای که پادشاهانش زن بوده باشن بگید، چرا یه 4 تا زنم اومدن این وسطا، حالا گاهی تو اروپا، گاهی تو روسیه، گاهی نرم تو انگلیس، اونم در واقع امپراتور نیستن و شدن حالا به عنوان مشروطه هستن. ولی تاریخ رو که نگاه بکنیم هیچ خبری نیست، فقط مردان هستند. حالا دلایلش هر چی میخواد باشه، ولی اصلا درست نیست و ما بایستی روی این قضیه فکر بکنیم. ما که فعال حقوق بشر هستیم برابری رو حتما باید باور داشته باشیم. عناوین رو بذاریم کنار، الان اصلا بحث فمینیست، فمینیست دلیلش اینه که زنان یکی شدن تا بتونن قوانین مرد سالار رو از بین ببرن، نه این که بگن مردان برن پایین تر ما بریم بالاتر. یکی از دلایل موفقیت فمینیست همینه دوستان. تا سال 1954 در همین اروپا و در همین آلمان زنان حق رأی نداشتن، حق انتخاب شدن نداشتن، اصلا به مسائل دینی هم نداشتن، این حق رو نداشتن. تا سال 1974 اگر یک خانومی میخواست برست، ببخشید، یک خانومی اگر همسرش کتکش میزد جرمی اتفاق نیفتاده بود، مثل همین الانی که تو ایران هست. اگر مرد همسرشو بزنه جرمی اتفاق نیفته. و تا سال 1976 اگر زن میخواست بره سر کار بایستی رضایت از شوهرش میبرد، همین چیزی که الان ما تو ایران داریم. اما در اروپا الان نمیبینید اینا رو. چرا نمیبینید؟ همون خانمای فمینیستی بودن که انرژی گذاشتن، وقت گذاشتن، تلاش کردن که به حقوق برابر برسن. خب طبیعیه اینجا یه سری از مردا مثل من مثلا که فکر کنن که من چرا حقمو بدم به اینا، پس شروع کنم حرف در آوردن، میام میگم که زنا، خب من شنیدم دیگه، اینا خانمای فمینیست همه لزبیانن، خانمای فمینیست با مردا فلان، یعنی اصلا اینجوری نیست. من آشنا هستم، گروهاشون رو میشناسم، رفت آمد داریم، میدونیم و واقعا خواهان برابری هستن. نمونش هم همینه. یعنی الان شما در همین مثالایی که من سه تا مثالی که زدم، شما رشد رو در زنان میبینید. اگر زنان حرکت نمی کردن، اگر زنان
حرکت نمی کردن برای احقاق حقوقشون، طبیعتا مثل جامعه ایران بود. الان اینه که بیایم روی این قضایا به این سبک فکر کنیم. خانوم ها مثل مردان حق برابر دارن و حق شهروندی 100% دارن. حالا جوامع اجازه نمیدن مثل جامعه ما. الان یه حرکتی هم در ایران شروع شد اگر یادتون باشه، سال 1385 جمعی درست شدن به اسم کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. برای 1,000,000 امضا شروع کردن امضا جمع کردن. یه اقدامات بسیار عالی در جهت رشد زنان اتفاق افتاد، اما متاسفانه زمانی که انتخابات 88 شروع شد شروع کردن به دستگیری تمام افرادی که در رابطه با حق زن داشتن برای قوانین تبعیض‌آمیز حرکت میکردن، دستگیر شدن یا مجبور شدن به فرار که الان پخشن در دنیا و متاسفانه در ایران خیلی به ندرت این قضیه داره کار میکنه. اینه که این قضایا واقعا زنان ما بایستی درک این قضیه رو داشته باشن. من کاری ندارم به اسم یک خانم یا اسم 10 خانم که این کار رو میکنن اون کار رو میکنن. هر کسی در جهت رشد و در جهت رسیدن به آزادی و استقلال بتونه اقدام بکنه، من بهش تبریک میگم و تقدیر میکنم. به هر سبک و سیاقی، هر کسی که بخواد برای آزادیش و برای استقلالش تلاش بکنه حق داره و محترم شمرده میشه. من احتمالا زیاد صحبت کردم، صحبتم رو قطع میکنم. اگر دوستان صحبت داشته باشن بعد من آماده هستم جواب بدم صحبت بکنم. ممنون از شما آقای شفایی. ما هم با نظر شما موافق هستیم. تمام عزیزانی که بخوان در رابطه با حق و حقوق و آزادی خودشون، البته حق و حقوق و آزادی خب 100% ما هممون یه اعتقاد راسخی داریم به اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگه در چارچوب اون باشه و اینکه به اصطلاح بخوام عرض کنم تشویش، حالا یه سری به قول معروف چی میگن بیرون گود نشسته باشیم بگیم آقا لنگش کن نباشه، بخوایم یه سری آدم رو بفرستیم لبه تیغه چی میگن حالا تیر یا دار یا همچین چیزایی، خب اگه به این صورت نباشه، بحث آگاهی رسانی باشه، بحث اطلاعات درست باشه، ما مخلص همه این عزیزان هم هستیم، در کنارشون هستیم. ولی اینی که طرف به قول معروف چی میگن داریم میبینیم عزیزانمون رو، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، یا خواسته یا ناخواسته، دارن پیرو کسایی میشن که اصلا خود اون آدم، حالا ادعا مثلا چی میگن، خیلی از دوستان و اپوزیسیون ها و خیلی از جاهای دیگه کم نداریم میان در رابطه با حقوق و آزادی و این چیزا صحبت میکنن، ولی تهشو که داریم نگاه میکنیم میبینیم آقا فقط منفعت خودشون هستش. چرا ما باید عزیزان خودمون رو در مقابل تیر قرار بدیم، در مقابل انواع اقسام خشونت ها قرار بدیم که بخوایم حرفو اون مکتب خودمون رو بگیم که آقا بر مکتب ما مکتب درستیه؟ بریم آگاه کنیم، راه و روش درست رو یاد بدیم. من 100% با حرف شما کاملا موافقم و برای دوستانم فکر کنم همین نظر رو دارم. خانم محبوبی در خدمتتون هستیم. من در ادامه صحبت‌های جناب شفایی و آقای نوروزی میخوام بگم که جنبش زنان در ایران و افرادی که دارن کنشگری میکنن برای رسیدن به این برابری، ما توی همین هفته به قولی متوجه این قضیه بودیم که زنها اجازه پیدا کردن که وارد ورزشگاه بشن. خیلی ها میگن که آره فیفا با فشاری که به جمهوری اسلامی آورد مجبور کرد که توی یک بازی لیگ برتر زنها بیان، ولی ما اگه یه ذره بریم عقبتر و حافظه تاریخی داشته باشیم، خبرها رو بخونیم، میبینیم دخترهای ریشدار، اون سه تا دختری که رفتن توی ورزشگاه، ما دختر آبی رو میبینیم که
رفت توی ورزشگاه و بعد خودش رو آتیش زد، یعنی به خاطر اعتراض، به خاطر شرایط سختی که داشت. این میشه تلاش زنان ما توی ایران برای این که میخوان مطالبه گری کنن و میخوان حق خودشون رو به دست بیارن. ما میتونیم از هانیه اسم ببریم که 5 تا شلوار و پیرهن پوشید، ریش گذاشت، مو کاش، برای اینکه بخواد بره اونجا توی ورزشگاه و این بازی رو ببینه. و وقتی که از بازی اومد بیرون، چون جزء اولین دخترا بود، توی روزنامه قانون یک نفر اومده بود، یعنی یک روزنامه رسمی کشور کامنت گذاشته بود که این زن را باید توی قفس بکنیم، آتیشش بزنیم، برای اینکه درس عبرتی باشه برای تمام زنان فوتبال دوست. شما فکر کنید ببینید توی همین چندین سال ما از کجا به کجا رسیدیم. و اگر فیفا فشار میاره به جمهوری اسلامی ایران، و ما میدونیم یه قانونی فیفا داره که اگر ورزش فوتبال و سیاست به هم مرتبط باشه، اون میتونه اجازه نده که مثلا الان تیم ملی فوتبال ما بره جام جهانی، و فشار میاره. این فشار از کجا میاره؟ اصلا از کجا میدونه؟ به خاطر همین کنشگری هاست، به خاطر همین نامه دادن هاست، به خاطر همین فاصله هاست، به خاطر فاصله، به خاطر همین فعالیت هایی هستش که زنان ما در داخل ایران و در ادامه اون کانون دفاع از حقوق بشر و هر کسی به قول آقای شفایی به هر شکلی امتدای صدای این افراد در بیرون از کشور هست، که من همه اینها رو در کنار همدیگه میبینم، برای این که ما میبینیم یک اتفاقی افتاده و یک زن توی و زنان ما هرچند گزینش شده، هرچند به تعداد محدود، هرچند باز هم توی اون روز بسیاری از زنان ما پشت در ورزشگاه آزادی بودن، ولی راه یافتن، هرچند نمادین، و ما این رو یک موفقیت میدونیم. بیشک همونطور که آقای شفایی گفتن، یک سری حق و حقوق برابر ما داریم، ما بشر هستیم، اصلا کاری نداریم به اینکه زن هست یا مرد هست. یک سری حق و حقوق از زنان گرفته شده است، زنان و برخی از مردان دارن تلاش میکنن تا این حق و حقوق گرفته شده رو باز پس بگیرن، نه اینکه مردان بخواهند چیزی را به ما بدن. ما در اصل اون رو داشتیم و میخواهیم بگیریم، میگیم این حق ما هست و این باید بیاد وارد قانون بشه، به شکل قانون باید در بیاد، باید فرهنگ سازی بشه، باید آموزش داده بشه به نسل‌های ما، باید اجازه ندیم باز تولید بشه، برای این که بخوایم یک جهان بهتری داشته باشیم. تجربه های غرب رو داریم، حالا اگه من زیاد صحبت کردم قطعم کنید، اونها زودتر از ما شروع کردن. توی همین غرب زنها رو آتیش می‌زدن، توی همین غرب دیوانه میخواندن کسانی که فعال حقوق زنان بودن. اگر ما جنبش زنان و تاریخ جنبش زنان رو توی غرب بخونیم، و به هزینه دادن و هیچ کنشگری به نظر من نبوده که بدون هزینه باشه. یعنی ماها که برای آزادی داریم تلاش میکنیم، هزینه دادیم، هزینهش اینه که وطنمون رو از دست دادیم و الان بیرون از وطنمون داریم زندگی میکنیم. مگه و عزیزانمون توی زندان هستن. اینها همش هزینه هایی هست که ما میدیم برای این که فردای بهتری داشته باشیم. برای ممنون از شما خانم محمودی و در خدمت اون هستیم. آقای شفایی بفرمایید. مرسی. من بحث من دنباله یک کوچولو صحبت که انجام شد. ببینید، ما وقتی راجع به حقوق شهروندی صحبت میکنیم، در واقع دیگه بحث‌های اضافی نباید داشته باشیم. من یه مصاحبه، یه جلسه برگزار شد به اصطلاح در رابطه با آزادی بیان اندیشه، با دو تا از دوستان وقتی صحبت کردن، یک چیزی رو من در مجموع این سوال جوابا نشنیدم که حق آزادی بیان اندیشه چیست و چگونه باید باشه. حق شهروندی زنان هم مثل حق آزادی بیان اندیشه است. یعنی وقتی ما حق آزادی بیان اندیشه داریم، بایستی جوری صحبت بشه که رعایت حقوق دیگری هم بشود. یعنی من بیان اندیشم باید جوری باشه که دیگری هم بتونه تحمل کنه، نه که خودم رو سانسور کنم، و من باید حقوق اون طرفم رعایت کنم. در رابطه با حقوق شهروندی زنان هم جوری باید باشه که حتما حقوق شهروندی مرد هم رعایت بشه. همینطور حقوق شهروندی مرد زمانی درسته که حقوق شهروندی زن رعایت شده باشه.
ببینید وقتی بحث حق هست دیگه تمایز نباید وجود داشته باشه، یکی بودن هست. ما تو صحبتامون سعی کنیم اگر راجع به حق صحبت میکنیم فوری نیام بگیم آره این حق رو ما داریم، اما اگر این اما اگرها رو بذاریم کنار، فقط مختص حقمون صحبت میکنیم که حقمون جا بندازیم. اینه که بهم بگیم ما حق شهروندی داریم، اما خیلی ها مثلا محله میذارن، رعایت نمیکنن، این کارو میکنن، یعنی در واقع اون کلمه حقوق شهروندی اصلا فراموش میشه، میریم به بیراهه. ما بایستی نوع صحبت، نوع گفتارمون در جهت آگاهی رسانی باشه. اون مسائل مثال زدن ها اما اگرها رو هم میشه نگفت، یا اگرم بخوایم بگیم در یه جای مناسبی، در یک مقاله ای، در یک جایی، ولی توی جمع این چنینی که واقعا داریم راجع به حقوق زن و حقوق شهروندی زن صحبت میکنیم، من فکر میکنم مثلا اما اگر نداره، مختص باید راجع به این قضیه صحبت کرد و دقیقاً حقوق شهروندی زن زمانی موقع درسته و واقعی اجرا میشه که حقوق شهروندی دیگری هم رعایت شده باشه، مثل آزادی بیان اندیشه زمانی درسته که حقوق آزادی بیان اندیشه طرف مقابلم رعایت بشه. مرسی، من خواستم این مطلبم بگم و ممنونم و خوشحال میشم اگر دوستی هم داره 3 دقیقه صحبت میکنه و میخواید قطعش هم بکنید، یه اخطار 30 ثانیه بهشون بدین یا 1 دقیقه، نه که دفعتا قطع بشن. حالا من اگر خانم محمودی ادامه صحبتی دارن، من خواهش میکنم اگر شما اجازه بدید 1 دقیقه ادامه بدن و مطالبشون رو جمع‌بندی کنن. بله حتما، ما صحبت همه عزیزان رو میشنویم و اینکه اصلا آزادی بیان، آزادی اندیشه، تفکر خودشون رو ما محترم میشموریم. و خانم محمودی، ما اگر که صحبتی هستش در خدمتون هستیم و میشنویم در ادامه صحبتهای شما رو، اگر که تمایل به ادامه صحبت داشته باشید. من تشکر میکنم از همه همکاران عزیزم، تشکر میکنم از آقای شفایی به خاطر روشنگری و نکاتی که بیان کردن، از آقای نوروزی، و ممنونم به خاطر اینکه فرصت دادین که من صحبت هامو امشب انجام بدم. ممنونم از همه تون. ما هم ممنون از شما هستیم که در یعنی با همدیگه بودیم، نمیگم مثلا کی در کنار اون یکی، اصلا جمله قشنگ با همدیگه بودیم، با هم بودیم تا تونستیم یک سری از معضلاتی که در اجتماع ما در قبال عزیزان بانوان ما داره اتفاق میفته رو روشنگری کنیم، شفاف سازی کنیم، در رابطه صحبت کنیم، نظر بدیم، بحث اعلامیه رو صحبت کنیم، سند 23 رو صحبت کنیم و نظرات همدیگر رو بشنویم، بیشتر آشنا بشیم و خب اینا خیلی ارزشمند هستش. دوستان اگر صحبتی هستش با همدیگه مطالب اون رو در یعنی با همدیگه صحبت کنیم و بیشتر روشن بشیم و از اطلاعات هم دیگه استفاده کنیم. آقای شفایی بفرمایید، در خدمتتون. مرسی، من خسته نباشید میگم، میخوام بگم که به نظرم جلسه خیلی خوب بود، به هر حال جمع‌بندی بدی هم نشد، سخنران ها خیلی خوب بودم، من خیلی راضی بودم از جلسه امروز. خسته نباشید میگم به مسئولینشون، خانم آیلار، خود آقای نوروزی که زحمت کشیدن، بقیه همکارا. فقط یه موضوع رو من میخواستم خودم دخالت کنم، الان نه، در یه جلسه حتما از آقای نوروزی و خانم شراره خواهش میکنم یه جلسه کوچولویی ما بین هم و هر روزی که شما فرصت داشتید صحبت بکنیم تا اون بحث این بحثات حل بشه، چون نباید ذهنا موردی باشه. من میتونم راجع به همینم همینجا بحث کنم اختلافات و اینا، ولی دیگه الان نزدیک چند ساعت شده؟ 3 ساعت و نیمه، بند خدا داریم زحمت میکشین، کار میکنید و حال فکر کنم دیگه یه سری بچه هم از شهرهای کشورهای دور هستن و دیگه اجازه بدید من خسته نباشید بگم. خیلی ممنونم، من لذت بردم از جلسه امروز، خیلی متشکرم. آقای شفایی منم خیلی ممنون از شما هستم و یه تشکر خیلی ویژه، یه تشکر فوق‌العاده ویژه‌ای دارم از تمامی عزیزان کمیته
دفاع از حقوق زنان و همچنین البته اینو دیگه تشکر ویژه نمی‌کنم چون وظیفه همه بچه‌ها وظیفه رئیسه بودش که توی جلسه باشم، آقای پرویزی، خانم رضاوند، آقای حجتی، واقعا لطف داشتید تا این ساعت از شب که شب ویکند هم هستش، یعنی شب تعطیل هم هستش، در کنار همه عزیزان بودید. خیلی صحبت‌های خوبی شد امروز توی جلسه و جنبندی خیلی خوبی بودش. میتونم عرض کنم که ما صحبتامون رو با سرکار خانم فریبا مرادی پور بزرگوار در رابطه با گزارش تحلیل نقض گزارش تحلیل موارد نقض حقوق زنان در مرداد 1401 شروع کردیم و در ادامه صحبت خانم مرضیه مهدیه رو داشتیم، بررسی کنوانسیون رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که فقط روی کاغذ نوشته شده دیگه، همه شما عزیزان در جریان هستیم، و از سرکار خانم آیلار اسماعیلی مسئول محترم کمیته زنان که در رابطه با علل خودکشی زنان و دختران ایرانی صحبت داشتم، و سرکار خانم بیرجندی بزرگوار که واقعا از عزیزای ما هستن، دستشون درد نکنه در تو مبارزات زنان ایران، خانم فریده فرایی که با صحبت‌های خوبشون در تو داستان کودک همسری که یکی از معضلاتی هستش که به صورت شبانه روز ما این داستان رو داریم، و بحث آزاد رو اول تشکر کنم از آقای شهبایی با صحبت‌های خوبشون و همچنین خانم محمودی، خانم شاه‌سونی و آقای سبزیان و همه دوستان که تو این بحث شرکت داشتن. این رو ما به یه حد و حدودی رسوندیم، تموم نشده به هیچ وجه، میتونیم بیشتر در رابطه صحبت کنیم. از عزیزانمون که مدیریت فضای زوم رو داشتن، عزیزانی که فضای یوتیوب رو کنترل داشتن، منشی جلسه‌مون سرکار خانم عشقی، ضبط صدامون جناب آقای پورمند، خانم آقای اسماعیلی و ادمین‌های بزرگوارمون خانم شاه‌سونی و خانم محمودی، من یک دنیا ازتون ممنون هستم و ختم جلسه رو در ساعت 22:33 دقیقه اعلام میکنم. و البته یه تشکر ویژه داشته باشیم از آقای سبزیان که تا این وقت شب خیلی زحمت دادیم دیگه در یک کلمه.